اگر با اتومبیل به سفر می روید حتما شازده کوچولو را به همراه خود ببرید. اگر تنها هستید شازده کوچولو را همدم خود سازید. شازده کوچولو داستانی از آنتوان دو سنت اگزوپری ترجمه شده به تمام زبانهای جهان. شازده کوچولو قصه کودکان نیست، داستانی تخیلی از زندگی است که خودشناسی را دنبال کرده و عشق واقعی را تفسیر می کند. شازده کوچولو دوست واقعی شماست. filmexmedia.com 818 988 4422. این آدم بزرگا راستی چقدر عجیبه. نامه اول. شخصی نوشته: آقای بامبان، شما را مردی راستگو و با شهامت میبینم، به همین علت این سوال را از شما دارم. چطوری با شهامت دیده؟ نیروی انتظامی ایران قبل از انقلاب ارتش وارسته، تعلیم دیده و بهره‌مند از تمام وسایل آسایش و راحتی برای خانواده‌اش بود. ارتش امروز ایران نیروی نه چندان تعلیم یافته و زندگی در رفاه به نظر می‌رسد. چگونه است که سربازان ایرانی در زیر نفوذ فرماندهی به نام قاسم چند نقطه گذاشته می توانند با داعش ها بجنگند و شهرهای عراق را آزاد کنند، ولی سپاه با فر و شکوه دوران پهلوی فرماندهانش چنین توانی را نداشتند. از جوابتان ممنون هستم. محسن از واشنگتن. خدمتتون عرض کنم سوال به اصطلاح به قول قدیمی‌ها شاخ آهوه، چند تا سوال متفاوت در یک منظورشون حتما وقتی نوشتن انتظامی نظامیه، چون حقیقت بله حتما دیگه حتما. اولا 37 سال از اون یا 35 سال از اون زمان گذشته، شرایط نظامی فرق میکنه. من باید بگم که ارتش امروز ایران یا نیروهای مشترک سپاه و ارتش و بسیج در دنیا جزو کشورهای در شمار کشورهایی که حساب میکنن قوی ترین 28مه با در نظر گرفتن همه چیز. در زمان پیشین 5م بود، ولی این مقایسه تطبیقی رو از این نظر نمی کنم بگم اون موقع قوی تر بودن یا حالا ضعیف تر بودن. مورد دوم که در مورد خانواده های نظامیان نوشته که الان وضعشون سابق خوب بوده الان بد بوده، این سوال نمیدونم چه ارتباطی به اون مسئله قسمت دوم سوالشون داره که آقای قاسم سلیمانی در منطقه چیکار میکنن. ما در رژیم پیشین فرصتی پیش نیومده بود، چنین فرصتی نبود که با داعش بجنگن که ایشون فرمودند که سابق فرماندهان ما میتونستن بجنگن یا نه، شما چنین چیزی پیش نیومد. یعنی نه زمان مکان طوری بود که این جور حوادثی پیش نیومد، فقط مسئله زفار بود. بعدش هم وقتی در ویتنام رفتن 400 نفری که فرستادن ویتنام مستشار بودن، ما در جنگ کره اصلا کسی رو نفرستادیم، لذا این مقایسه درست نیست. اما در اینی که آقای قاسم سلیمانی یک نفر نظامی هستند که در منطقه مسائل وارد هستند تردیدی ندارم، ولی به طور کلی آنچه که اتفاق میفته در منطقه باید به اصطلاح با ریزبینی بیشتری بهش نگاه کنیم. موردی که ایشون فرمودن با داعش می جنگن، الان ما از شاید ضعف خودمون بود که داعش به مرزهای ما رسید. این چیزی بود که عربستان سعودی، قطر و کویت تونستن مشکلی که ما در فاصله دور باش روبرو بودیم، در سوریه روبرو بودیم، در یمن روبرو بودیم، این مشکل رو به نزدیکی ما آوردن، به دامنه ما آوردن، دامنه ما رو آتیش زدن و دخالت نظامی ما در سوریه باعث شد که این جنگ ها الان به این صورت در اومده و نهایتا هم شکل عوض خواهد کرد و سنگین‌تر خواهد شد. اما آنچه که امروز در عراق پیش اومده و در شهر البغدادی بعد تکلیت ما می‌بینیم، باید گفت که ما فقط یک قسمت از داستان رو می‌بینیم. مطبوعات وقتی می‌نویسن نیروهای 30,000 نیروی به اصطلاح مشترک شیعه که 4,000 سنی هستند، بقیه شیعه هستند، افغانی، پاکستانی، ایرانی به فرماندهی افسران ایران و آقای قاسم سلیمانی به شهر البغدادی بعد تکرید نزدیک میشن، یه بخش دیگر رو ما نمیبینیم و اونونه که شهر بغدادی و التکرید از طریق هوا به وسیله اقمای شکاری امریکا بمباردمان میشه. نیروی کمکی به نیروهای داعش در شهر التکرید نمیرسه چون جاده ها رو بستن و نیرویی که در اونجا مقاومت میکنه نیروی خیلی کوچیک 400-500 نفر است. یعنی اینو باید در نظر بگیریم. ولی از این به بعد برای اینکه میخوان آتش رو بیشتر بکنن، از این پیروزی ها ما زیاد خواهیم دید. در منطقه. این تا جایی خواهد شد که ایران همین الان که با شما صحبت میکنم در چند کشور سنی نیرو داره، پایتخت چند کشور رو کبابیش در دست داره. یمن دست ایرانه، سوریه دست ایرانه، بغداد دست ایرانه. الان اگر از یه نوع دیگه نگاه کنیم، امپراتوری، اون حرفی که آقای خمینی در اوایل انقلاب میگفت که انقلاب رو صادر میکنیم، در واقع جنگ شیعه و سنی رو صحبت میکردن. الان به اون مرحله رسیدیم، منتها به یه طریق دیگه که این داعش بهانه شده و ما در اون کشورها هستیم که این نهایتا برای ما خوب نیست، برای اینکه همونایی که این اجازه رو میدن که الان این فعالیت اون در منطقه بشه، نهایتا به گوش عربستان سعودی، ترکیه و مصر خواهند خواند و خبر خواهند داد که مراقب باشین، شیعه ها دارن دنیای عرب از دستتون میگیرن، لذا عکس العمل نشون بدیم. ما یک جبهه جدید خواهیم بود و اگر اون یک جبهه جدید تشکیل بگیره که مطمئنم میگیره، شاید تا چند سال دیگه ما اصلا جنگ بین شیعه و سنی خیلی بزرگتر به شکل عربستان و ایران شاهد اون باشیم. و این هم که ما الان در ایران میبینیم دائم تشویق میشه که بچه دار بشن، زیاد بشن، این برای این نیست که فکر فقط محدوده ایران هست. تعداد شیعه ها رو میخوان زیاد کنن در مقابل سنی که در جهان به طور کلی زیاد شده، ولی آتشی که قبلا از ما خیلی دور بود به مرزهای ما نزدیک شده. آقای قاسم سلیمانی در کارش جسارت داره، در کارش توانایی داره، استراتژیست خوبیه، اما یک نابغه هم نیست به اون صورت که ما ببینیم. باید خیلی مراقب باشیم که اینا رو خیلی زیاد بزرگ نکنیم، مثل اون فرمانده‌های دیگه ما میشن که در سامره ما دیدیم چند تا از این رؤسای سپاه قدس مورد حمله تک‌تیراندازا واقع شدن، کشته شدن. مسائل به این سادگی نیست که باشه، ولی اگه بخوایم مقایسه نباید کرد که 36 سال پیش چی بوده حالا چی بوده یا 36 سال بعد چه خواهد شد. دو تا ساختار مختلف دیگه ایه. من از فرمایشات شما خودم برام این سوال پیش اومدش که پس داعش گروه شیعه است که سنی. داعش سنی، گروه سنیه؟ بله، داعش وهابی هم. داعش، ببینید، القاعده، آنچه از القاعده باقی مانده بود در افغانستان بعد از اینکه خودش ساختار و زیر ساختار القاعده از بین رفت، آنهایی که زندانی بودن که زندانی موندن، آنهایی که پیر شده بودن بازنشسته شدن، آنهایی هم که بهشون افغان عرب میگفتن برگشتن به افریقا و برگشتن به خاورمیانه عربی. چون در اونجا گروه های مخالف دولت فراوان بودن و فعالیت میکردن، اونها تجربه نظامی که القاعده نداشت در اینا و این تجربه داشتن، وارد اون گروه ها شدن. ماجرایی هم که در سوریه پیش اومده بود فرصت خوبی بود برای فعالیت اینها و آتشی که روشن شده بود در منطقه و همینجور ارتش‌های بزرگ منطقه را از بین می‌برد، همونجور که ارتش عراق از بین برد، ارتش سوریه را از بین برد، ارتش لیبی را از بین برد. در نتیجه اینا در اون جاهایی که ناامن بود قدرت گرفتن و سازمان‌هایی که اونجا بودن بر اون سازمان‌ها به اصطلاح مستولی شدن و توانستن جدا بشن از بدنه اونها و یک منطقه‌ای که رقا خوانده میشه اونجا رو پایتخت رو چون قرار دادن و به اون صورت که الان ما می‌بینیم به صورت پراکنده منطقه‌ای رو به اندازه انگلستان در دست دارن. حالا این شکل عوض میکنه دائم، چون هنوز اون به اصطلاح خط کشای جغرافیایی ثابت نشده، جنگه، ولی در اینی که یک نیرویی است که باید در اون منطقه قابل لمسه و ارتش‌های منطقه توانایی روبروی اون رو ندارن، ارتش‌های عرب، تردیدی نیست. طبعا خب یک حمایتایی میشن از یک کشورهایی و الا اینا نمیتونن باقی بمونن اگه اینجوری نباشه. پس من الان که اینجا هستیم یک سوال دیگر هم که بوده که بعداً می‌خواستم مطرح کنم همین الان مطرح می‌کنم. سوال شده به نظر شما داعش یک ماجرای موقتی خواهد بود یا بالاخره صاحب مملکت و منزلت هم خواهند شد؟ داعش، ببینید، این قده‌ایه که میتونن هر وقت بخوان عملش کنن برطرف بکنن، منتها چون مثل قده‌ای میمونه که اگه به این دست بزنن جای دیگه ممکنه ناراحتی ایجاد شه. تا قسمت‌های بسیار بزرگترها، برادرهای بزرگتر، اونایی که انرژی منطقه رو میبرن، اونایی که برای انرژی منطقه و به اصطلاح معادن و غیره در دست دارن و زد و بندایی که میکنن به نتیجه نرسه، اینجور ابزارها و وسیله ها خواهد بود. تا زمانی که به اونجا برسیم و اون توافقهایی که باید بشه انجام بگیره، بعد داعش هم میشه از بین برد. مرسی. سوال بعدی نوشتن لطفاً توضیح دهید بحث جاسوسی رهبران و کادرهای بالای حزب توده تا چه حد واقعی و چنان چه حقیقت دارد، این جاسوسی در چه زمینه‌هایی بوده است، با تشکر. بهزاد یگانه. خدمتتون عرض کنم که دلیلی که حزب توده، هر حزبی اگر یک وابستگی داشته باشه، یعنی هر گروهی به خارج وابستگی داشته باشه، پولش از بیرون بگیره، ایدئولوژیش از بیرون یک کشور دیگه بگیره، راهنماییش از یک کشور دیگه بگیره، افسرانی در یک ارتش دیگه داشته باشه که تابع به اصطلاح یک از یه جای دیگه فرمان ببرن، خب اینو میشه گفت خیانت. حالا تا چه حدی من این بخوایم بحث کنیم، این بحث طولانی است، ولی پیشنهاد میکنم ایشون کتاب همون 33 نفر رو بخونه، به اصطلاح پاسخ اون توه. حزب توده یه حزبی بود وابسته به بیگانه و وقتی ما در یک ارتشی مثل ارتش یمن 600 نفر افسر پیدا میشن یا درجه‌دار پیدا میشن که به یک کشور دیگه وابستن، خب این خیانته. به نتیجه نرسیدن، به نتیجه نخواهند رسید، آینده‌ای هم ندارن. نامه بعدی میگه که اخوان با سلام از جناب دکتر بامبان بپرسید که اگر فردا خامنه ای دستور انحلال سپاه را بدهد و بخشی از آنها را با ارتش ادغام کند و بخشی را هم وارد سازمان های دولتی کند، سپاه چه خواهد کرد؟ با تشکر. بابک. خدمتتون عرض کنم چنین چیزی امکان نداره و سپاه به وجود اومده که از رژیم و از آقای خامنه ای و آقای خمینی و هر کسی که اونجاست، از اون نظام فکری جمهوری اسلامی دفاع کنه. اینه که آقای خامنه ای بخواد دست راستشو ببره و اگر ادغام بکنه در ارتش، یعنی دست چپش هم بریده. چنین چیزی نیست. ممکنه ارتش یه روزی بیشتر از این منحل بشه و الان ارتش نقش مرزبانی رو بازی میکنه، نقش دیگه ای نداره و اگر خب جنگی بشه یه امتیازاتی به ارتش میدن، مثل هر کشور دیگه وقتی لازمه تعریف و تمجید از ارتش خواهد شد، ولی اگر جنگی بشه. ولی در شرایط فعلی در این نباید شک کرد که از نظر اطلاعاتی، از نظر نظامی، از نظر اقتصادی، از نظر نگهداری رژیم و از نظر پشتیبانی آقای خامنه ای، سپاه و وابستگان به سپاه مثل بسیج و قدس و دیگر اینا هستن که همین آقای قاسم سلیمانی کسانی هستن که اینا واقعا نگهدارنده و نگهبان رژیم هستن و نگهدارنده و نگهبان آقای خامنه ای هستن. سوال دیگر میپرسن آقای بامبان چه سیاستی در بین حاکمان ایران هست که نمیخواهند نوروز و مراسم سال نو با شکوه برگزار بشود؟ با تشکر. محمود. من تردید دارم اگر چنین برنامه‌ای باشه، ممکنه به صورت عادت ما یه خودسانسوری داریم ایرانی‌ها و عکس العمل هم داریم. مثلا وقتی جمهوری اسلامی شکل گرفت، اگه یادتون باشه، همه اسامی شروع کرد عوض شدن دیگه، همه فریبرز و سهراب و از این نام‌ها گذاشتن، نوعی مبارزه می‌کردن. الان بعضیا فکر میکنن که جمهوری اسلامی اومده علنا جلوی نوروز رو میخواد بگیره. چنین نیست. اولا که نوروز یک به حساب جشن مذهبی است، منطبق مذهبی که به اسلام مربوط نمیبوده است. وقتی که نوروز شکل گرفت، ما الان هم وقتی در کتابای زردشتیان رو میخونیم میبینیم که نوروز رو به عنوان یک جشن به اصطلاح مذهبی معرفی میکنن. میده اردیبهشت اینا فرشتگان میان زمین رو پاک میکنن غیره، این مذهبه. منتها چون اون تضاد با مذهب زردشتی اینجا شاید باشه، طبیعتا نمیتونن یک چیزی که از زاده بدن، یک پاره‌ای از بدنی است که با عقاید یک گروه دیگه به اصطلاح نمیخونه، اونو ستایش و تمجید و تشویق کنن. ولی به طور کلی یک ستیزی با نوروز نمیبینم. حالا شاید بعضی از آخونده از روی نادانی یا یک گویندهی مثلا در رادیو تلویزیونی مطلب بگه، ولی این عمومیت نداره. آخرین سوال. مرسی. آخرین سوال. نظر شما راجع به ولایت فقیه و آنچه به این مقام مربوط می شود چیست؟ خدمتتون عرض کنم نظر من مهم نیست. اما مسئله ولایت فقیه اجازه بدین یک داستانی بگیم که اصولا مسئله تک رهبری چه شکلی عمل میکنه در منطقه و این مسئله تک رهبری حالا ممکنه در مورد پادشاه باشه، ممکنه فرماندار نظامی باشه، ممکنه دیکتاتور باشه، ممکنه یک رهبر مذهبی باشه. اگه ما به قرن چهارم برگردیم میبینیم دو نفر از اندیشمندان اسلامی وقت، یکی ابوالفضل شیرازی نامی بوده است، یکی ابوسلیمان سیستانی یا سجستانی. خدمتتون عرض کنم ابوالفضل شیرازی وزیر سمسام الدوله بوده است، یعنی نخست وزیر سمسام الدوله بوده است. سمسام الدوله دیلمی، پسر دوله دیلمی. این اهل قلم بود، اهل کتاب بود، حکمت یعنی فلسفه میدونست و منطقم خوب بلد بود. فرد دومی که میخوام معرفی کنم در این مسئله ابو سلیمان سجستانی است که بهرام سجستانی معروفه یا سیستانی. این اهل سیستان بود، یه چشمش سه چشم راست نداشت، یک صورتش یک لکه بود، پیسی میگفتن، کریه منظر بود. این میره به بغداد و در خارج از بغداد یه حوزه‌ای تشکیل میده. دو تا مربی داشته، دو تا معلم داشته، یکی به نام عبد یونس که این یونس حکمت درس میداده و دیگری عبدی. عبدی شاگرد فارابی بوده، یعنی معلم ثانی بوده و این منطق و فلسفه رو خوب میدونسته. این یک اتاق فکر تشکیل میده، همون اتاق فکر که ما امروز صحبت میکنیم و یک روز برای مردم عادی بوده، یک روز برای مشاوران دولت وقت بوده، چون از دولت دیلم اون موقع در قید حیات بود، حمایت مالی هم به این آقا میکرد. ولی اون در سرپوشیده‌ای که درست کرده بود یه بحثی شکل میگیره، شکل تک رهبری چیست و چرا تک رهبری وجود داره. اینا بعد از این که تقریبا یک سال با هم دیگه بحث میکنن، یه روز میشینن میگن ما در چه چیزایی موافقیم، در چه چیزایی مثلا توافق داریم. اولا میگن واژه جهل جامع از اونجا پیش میاد که جهل جامع را نمیشه آموزش داد، یعنی جامعی که جهل به معنی ناآگاهی، نه اینکه جهالت، نه، و نمیشه آموزش داد و در اون شکل چه کسی باید رهبری مردم بگیره. بعد میگه خب فردی رو در نظر بگیرید که جامعه انتخاب میکنه. خب جامعه چجوری یکی رو انتخاب میکنه؟ یکی رو انتخاب میکنه که خصایل درست در اون باشه، حالا این میخواد پادشاه باشه، رهبر مذهبی یا نظامی فرق نمیکنه، این خصایل درست داشته باشه. بعد پرسش پیش بیاد، همین پرسشایی که در این گفتگوهای دیالکتیک اون موقع جدل بحث که داشتن میکردن پیش میاد که آیا این شخص که اومده درست رو از نادرست چجوری تشخیص میتونه بده. میگن خب اگر نتونه تشخیص بده، میاد کاری که میکنه مدیریت رو تقسیم میکنه به صورت شورای تعاون. اون موقع سه مسئله مهم بوده، یکی سپاهیگری بوده، یکی کشاورزی و آبیاری و یکی هم جمع‌آوری مالیات. البته در اون موقع سعادت رو هم طور دیگه نگاه میکردن که با امروز فرق میکنه که الان درباره اونم صحبت میکنم. میگم خب این جامعه که اینا رو باز انتخاب میکنه، اگر این شخص که در رهبریت اینا رو انتخاب کرد، خب پس ضعیفه که اینا رو انتخاب کرد. ما برمیگردیم به یک بحثی در کتاب شفا ابوعلی سینا، میگه شما اگر یکی رو جامعه انتخاب کرد، جامعه‌ای که حالا آگاه یا ناآگاهه، باید با همون اندازه‌ای که اینو انتخاب کرده به اصطلاح رضایت بده، دیگه در اون خورده نگیره. اگر خورده گرفتن، ناآرامی در جامعه و فساد پیش میاد، حالا چه در جامعه باشه چه در رهبریت، اینا رو هم دیگه تاثیرگذارن. بعد باز میگن به همین جامعه‌ای که صحبت کردیم، جامعه ناآگاه. برای اینکه مسئله رو روشن‌تر بکنم، میگه خب جامعه چیکار میکنه؟ میگه یا در یک مجموعه‌ای که مردم زندگی میکنن، در یک جایی که مردم زندگی میکنن، رذایل هست و فضایل هست، اینا رو باید یکایک تشخیص بدن، اونی که بعد کنار بذارن رذایل و فضایل رو نگه دارن. در نتیجه وقتی فضایل رو نگه داشتن، جامعه ناآگاه روی به فضیلت تکیه میکنه. پس در انتخابش کمی باید درست‌تر باشه. بعد میگن خب اومدیم این انتخاب که شد، بعد از اینکه انتخاب شد، مدیریت چجوری میشه؟ شاید این کسی که انتخاب کردن مرد خوبی اما مدیر نیست. بعد میگن مدیریت هم به دو نوعه، یکی مدیریت طبیعی است، مثل خانواده، پدر بر همسر، حالا میگم همسر در اون موقع، این روزا شاید زن بر شوهر هم بتونه مدیریت بکنه، ولی صحبت قرن چهارمه. یا مثلا پدر بر بچه‌ها، پدر بزرگ بر بچه‌ها، اینا این به صورت طبیعی پیش میاد. یکی هم عرضی است، یعنی چجوری؟ یعنی از طریق سیاسته. سیاست هم به دو نوع اداره میشه، یکی با حیله است، یکی با غلبه کردن است. اما حیله به معنی امروزی که ما میشناسیم سر یکی کلاه گذاشتن نیست. برای جهل جامعه‌ای که ما صحبت میکنیم، جامعه‌ای که ناآگاهه، این با حیله اونا رو باید راهنمایی بکنه، این تک رهبر. حالا باز هی تکرار میکنم، قصدم اینه که فراموش نشه، این تک رهبر ممکنه همون مرد سیاسی باشه، مرد مذهبی باشه یا مرد به اصطلاح نظامی باشه که با این حیله میاد. و جایی هم که نیاز باشه حیلش کار نکنه، با نیرویی که داره بر اونها غلبه کنه. خب این یک به اصطلاح نگاهی که به اینا میرسه. این هی هرم نزدیک میشه به یه جایی میرسه که میمونه نیروی سیاسی و نیروی مذهبی، یعنی همه دیگه رفتن. اما دیدگاه، دو تا دیدگاه متفاوتی در اینجا برای تک رهبری. اونایی که تک رهبر مذهبی هستن، مسئله با نص و خبر باش برخورد میکنن. نص به معنی نشانه، ولی این نشانه های چیه؟ نشانه های مذهبیه، چون از وحیانیه این نص، یعنی نشانه هاییست که من و شما ممکنه نتونیم به دست بیاریم، اما در نشان شناسیه که یک مثلا نبی میتونه پیدا کنه. مثلا دیانت اینو میگه اگر فرشته‌ای میخواد به مردم خبر بده یا خدا میخواد به مردم خبر بده از طریق پیامبر میده، از طریق من و آقای اخوان نمیاد به مردم خبر بده، چون زبانی که خبر میده زبان دیگری است که ماها نمیشنویم. خب اینو از این نظر میگن. خبرم میگن خبر چی؟ خبر اخبار است. اخباری است که در کجاست؟ در کتاب‌های دینی است. حالا این کتاب دینی یا قرآن یا انجیل یا تورات یا کتاب‌های بت پرستی بوده که در سابق بوده. به این تکیه میکنن. با این امتیاز که میگن که خب این امتیاز رو داریم که این خبرهایی که ما میدیم از آینده هم خبر داریم، یعنی بعد از مردن هم خبر داریم. شما در هیچ فلسفه‌ای بعد از مردن این همه گفتار نداریم که در ادیان ابراهیمی داریم که بعد از گذشتن این پل یا بعد از گذشتن اون پل چه خواهد شد، داستان مردن و زندگی بعد از مرگ خیلی طولانی تره. حدیثا فراوان است این ور. اما دیگران چه میگوین؟ اونایی که به سیاست کار دارن میگن نه خداوند به ما عقل داده. عقل داده دیگه، بالاخره امیدواریم عقلی داده باشه و ما عقل و نظر کار میکنیم، یعنی این عقل فکر میکنه بعد نظریه میدیم، بعد با این عقل و نظر کار میکنیم تا به یه نتیجه برسیم. اونایی که اهل دیانت میگن خب اون کسی که به شما عقل داده به چه اندازه عقل داده؟ به اندازه خودش که نداده. اگر خدایی هست، یعنی میگم اگر خدایی هست، اگر خدا به شما عقل داده از خودش کمتر داده، ولی اگر سخنی که از خدا میاد قوی تر باشه به ما میگه از طریق وحی، پس شما حرف برای گفتن ندارین. اینه که سیاست و رهبریت مذهبی با همدیگه تضاد دارن، اصلا نخیر تفاوت دارن، تضاد دارن. یک کسانی هم میرن سراغ کسانی مانند فرض کنید زکریای رازی که خب این اهل استقرا بوده، اهل تجربه بوده، مشاهده میکرده، پزشک بوده دیگه، پزشکا دیدگاهشو فرق میکنه. اونا میگفتن خدا همه رو یکسان آفریده و عقل داده و نظر داده و بقیه که اینا میگن داستانه. یک کتابی هم هست خیلی جالب، اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که درباره نقصان الادیان همچین کتابی نوشته زکریای رازی که من یادمه در ایران یه معلمی داشتیم آقای عرفعی در کلاس ششم هفتم دبستان درباره این کتاب مفصلا صحبت میکرد. بعدن که من کمی سنم رفت بالا رفتم دنبال این کتاب، اصلا چنین کتابی نوشته ایشون، نامش هست ولی چنین کتابی اصلا وجود نداره. حالا ما یک سال تمام درباره کتابی که وجود نداره درس خوندیم یه معلم ما به ما تعریف کرد. اینه که این تفاوت ها هست. تک رهبری همینه. تک رهبر ممکنه خوب باشه، بد باشه، طرف دیانت باشه. اینه که ایشون این سوال کرده بودم. من فکر کنم مسئله ولایت فقیه رو باید از اون مسئله تک رهبری نگاه کنیم یا از طریق دیانت باید نگاه کنیم که نصر و خبر است، نشان و خبر است، وحیانی است، یا از نظر عقل و نظر که علمیست و فلسفه است. اینه که فلسفه هیچ وقت با دیانت در یک جا نمیره در کل، ولی در سیاست اینا باید از هم جدا باشن. در منطقه خاورمیانه برای اینکه زیرساختار به طور کلی مذهبی است، قبل از همین ادیان به اصطلاح ابراهیمی هم مذهبی بوده چون بت پرستی و غیره بوده، سیاسیون ما هم مذهبی هم سرتونم در میاد. نه چقدر چیزی یاد گرفتم. دکتر بامبان خیلی ازت ممنونم. اگه نظرتون باشه ما جلسه گذشته که اینجا در خدمتتون بودیم راجع به مسئله‌ای صحبت می‌کردیم و اون جاسوسان بودش. درست. شما قول دادید که امروز دو تا از جاسوس‌های خیلی محبوب یا معروف رو معرفی بکنید که هر دو از شخصیت‌های بسیار شناخته شده جهان هستند، افراد صاحب نامی که ولی در زیر اون نام و فعالیت جامعه‌ای که می‌کردن به کار جاسوسی هم می‌پرداختن. در خدمتتون هستم. خدمتتون عرض کنم دو نفر اولی که می‌خوام دربارشون صحبت کنم وولفگانگ لوتس و الیاهو کوهن. الیاهو کوهن رو مردم بیشتر می‌شناسن، من چون یادم وقتی اینو گرفتن و اعدام کردن سال‌ها پیش روزنامه اطلاعات یک سالنامه هم چاپ می‌کرد اگه به خاطرتون باشه آخر سال. در اون آخرش من اون عکس الیاهو کوهن و داستانش رو دیدم. اما اول میخوام درباره این دو جاسوس اسرائیلی که ما صحبت کنم، یک درباره وولفگانگ لوتس شروع کنم صحبت کردن. خواهش می‌کنم. وولفگانگ لوتس از یک پدر و مادر آلمانی زاده در آلمان به دنیا آمد. مادرش کلیمی بود، پدرش مسیحی بود و این در 13 سالگی پدرش رو از دست داد که 1933 موقع بود و مادرش احساس کرد که البته هیچ کدوم پدر مادر اینا چیز نبودن، مذهبی خیلی متعصب نبودن، کلیسا و کنیسا نمی رفتن و یک کمی سوسیالیست بودن و این هم در چنین خانواده‌ای با این فکر آغاز شد. چون سوسیالیست بودن و کلیمی بودن در آلمان اون موقع، احساس کردن که فشار روی اقلیت‌های مذهبی هست من جمله کلیمی‌ها. مادرش اینو ورداشت آورد به فلسطین اون زمان، چون هنوز اسرائیل در 1948 شکل گرفت، آورد اونجا و این وارد گروه اسرائیلیا. در اون موقع دو تا حزب پرقدرت داشتن، ایرگون و هاگانا. هاگانا کمی نسبتاً فعالیت نظامیش کمتر بود، البته یه شاخه نظامی داشت به نام پالماخ. ایرگون که اصلا تماماً نظامی بودن، این وارد پالماخ شد. اینا کیبوس داشتن و در اونجا کار می‌کردن. اینا علاقه شدیدی هم به اسب داشت و تربیت اسب. قد بلند بود، نزدیک 1.90 متر، چشای آبی، موهای بلند، خیلی مورد توجه بود، طوری که در سن 20 سالگی 3 بار طلاق عروسی کرده بود، طلاق گرفته بود. خیلی مورد سن 20 سالگی واقعا چه عجله‌ای داشتی. عجله داشت، مورد توجه بوده حتما. بعد این در اون مدتی که در اونجا بود، در زمان جنگ جهانی دوم وارد داوطلبان وارد ارتش فلسطین که وابسته به انگلستان بود میشه و یک چیزای نظامی هم یاد میگیره، در جنگ هم شرکت میکنه. بعد از اونم برمیگرده در همونجا به تربیت اسب میپردازه. سازمان امنیت اسرائیل سالها بعد اینو بررسی میکنه، میبینه این از این میتونن استفاده کنن، میان با این صحبت میکنن. یک ببخشید اینو میخوام بگم ولی خب باید گفت، چون این ختنه نکرده بود، برای جاسوسی اسرائیل مفید بود، برای اینکه جاسوسایی که در کشورهای عربی میگیرن اولین کاری که میکنن میخوان ببینن که این با اسرائیل مربوطه یا نه. بله، به این وسیله میفهمن. با این بود که دولت سازمان امنیت اسرائیل، موساد اون موقع، اینو فرستاد به قاهره به عنوان یک شخصی که به امور اسب و تربیت اسب و داشتن اسب اینا با پول فراوان. این هم یه باشگاهی باز کرد، باشگاه تربیت اسب و سوارکاری. در اون موقع آلمانی هایی که در آلمان بودن و جنگ شکست خورده بود، اینا یک سازمانی بود به نام اودسا. اگرم به خاطرتون باشه فیلمی درست کردن به نام اودسا فایل چندین سال پیش که پدر همین انجلیکا جولی بازی میکرد، وید با مکسیمیلیم شل. اینا فیلمش اینجوری بود. این سازمان اودسا که سازمان واقعی بود، قصد داشت که در آینده نزدیک راهش 4 رو درست کنه و میگفت افسرهای جوانی که ما داریم و هنوز گرفتار نشدن و دانشمندانی که داریم، اینا رو بفرستیم به کشورهای عربی و اوروگوئه و امریکای لاتین، که وقتی که اینا آماده شدن اینا برمیگردن آلمان و راهش 4 از اونجا شکل میگیره. قبل از جنگ اینا مبالغ بسیار زیادی پول و طلا و تابلوهای گران قیمت خارج کرده بودن. چند صد نفر از این افسرهای آلمانی و چند صد نفر که بین اینا دانشمندای موشکی هم بودن و اینا رو فرستاده بودن قاهره و سوریه. اما قصد آلمان اسرائیل این بود که ببینن اینا در قاهره چیکار میکنن. ولی اسرائیل میفهمید در اون موقع دولت اسرائیل تشکیل شده. بله، این بعد از تشکیل دولت اسرائیل. بله، این بعد از اول اشاره کرد که ابتدا بود جنگ جهانی تموم شه، اینا بعد از جنگ جهانی دوم میان سراغ این. متوجه. اینا میفرستن اونجا. این که میره اونجا یک پرونده‌ای درست میکنن برای این، با سازمان امنیت آلمان همکاری میکنه اسرائیل. بار اول یک پرونده‌ای درست میکنن که این وولفگانگ لوتز در جنگ جهانی دوم در واحد آفریکاکور بوده، در لشکر رومل بوده و در جنگ علمه شرکت داده. تمام این پرونده ها رو درست میکنن و در میذارن در اختیار اون تشکیلات نظامی در آلمان هستش که اگر مصری‌ها خواستن برن ببینن چنین کسی بوده، پرونده اونجا باشه، همکاری میکنن. یعنی پرونده رو میسازن، پرونده سازی واسش درست میکنن. با هم اسرائیل همکاری میکنه با آلمان در این مورد به خصوص. خودش هم این زن 4مش هم گرفته بود در اون موقع، بعد از اون که اون 3 تا. اما برای اینکه کار راحت تر باشه، یک زن آلمانی هم براش سازمان امنیت آلمان پیدا میکنه، با اون عروسی میکنن. با اطلاع زن قبلیش میره مصر، در اونجا پول فراوانی بهش میدن و این یعنی دو تا زنش هم در مصر. نه اون دیگه اون 4می از بین رفت، بود 5می. نه 4می دیگه نقشی نداشته. 5می خودش افسر اطلاعاتی بوده برای آلمان، BND، سازمان امنیت آلمان. بعد از اون جنگ جهانی دوم درست میکنه. به هر جهت در اونجا که میرن اول این آلمانی‌ها میان پیش این هنوز با مسیا کاری نداره، میان پیش این شروع کنم با این صحبت کردم، ببینن خب این افسر بوده، از داستان‌های از جنگ تعریف میکنه، داستان‌های از العلمین تعریف میکنه و کم کم این دانشمندایی که در آلمان بودن در باشگاهی رفت و آمد میکنن. این دانشمندا قصدشون این بود که با 400 موشک بیماری‌های طاعون و غیره رو به حمله کنن، به اینا رو پرتاب کنن به اسرائیل. قصد این بوده، زمان ناصر بوده و اینا به باشگاهی میان و میرن، خرج میکنه، مهمانی میده. اینا کم کم افسرهای مصری هم شروع میکنن به این مهمانی‌ها اومدن، اونقدر میان پیش این که با این دوست میشن، کم کم شروع میکنن اسرار کشور خودشون هم از نظامی به این گفتن. حتی در موارد اینو میبرن پادگان‌های نظامی و میگن ما مشکلاتمون اینه، اگه بخوایم به اسرائیل حمله کنیم باید از اینجا حمله کنیم یا از اینجا حمله کنیم، تو که افسر آلمانی بودی و در جنگ العلمین بودی، جنگ‌های تاکتیکی رو می‌دونی، به ما نشون بده. اینا هم یه چیزایی میگفت و این اطلاعات خودش و همسرش میفرستادن به آلمان، به اسرائیل، یعنی از طریق بله و با فرستنده‌های مخصوصی که داشتن. این کار خیلی به خوبی پیش میرفت. تقریبا سری نبود که اینا ندونن، یعنی دیگه اسرائیل تمام اینا رو فهمیده بود. اما چجوری میشه اینا گرفتار میشن؟ اینایی که اونقدر برنامه‌های فرستادن مثلا موج رادیویی زیاد بوده که ناآرامی ایجاد میکرد برای همسایه های اینایی که مثلا سفارت های مختلف بودن، اینا که اونا سیستم رادیویی داشتن، ناراحتی ایجاد میکرد. سفارت خونه های خارجی شکایت میکنن به دولت مصر که این یک موج رادیویی است که برنامه های رادیویی ما رو که با کشورها مقایسه صحبت کنیم ناراحتی ایجاد میکنه، برای ما نمیتونیم این اطلاعاتی که میخوایم بفرستیم به خوبی بره، بیایم ببینیم چه خبره. مصری‌ها میان میگردن میبینن چیزی نیست، اینجا نمیتونن پیدا کنن. از روسیه که اون موقع زمان ناصر نفوذی داشت در منطقه، از اون درخواست میکنن، اون دستگاه جدید اومده بودن، میگردن میفهمن که از این خونه به خصوص میاد، موجو پیدا میکنن و وقتی میرن خونه هم خودش هم همسرش داشتن دیگه، اینا رو پخش میکردن و میگیرن اینا رو، میگیرن اینا رو همونجور که خدمتتون گفتم، اول چک میکنن ببینن اینا اسرائیلی هستن یا آلمانی. اینا میگن نه ما آلمانی هستیم. اینا مطمئن میشن که اینا آلمانی هستن، به BND خبر میدن، به سازمان امنیت آلمان خبر میدن که مامورتون رو گرفتیم. آلمانی هم میگن نه اینا مامور ما نیستن، ولی یه طوری میگه که شک برشون داره، ولی نه آنجور نمیگن که اینا تردید کنن که اینا اسرائیلی هستن. در اون موقع باید یه پرانتز باز کنم بگم سازمان امنیت آلمانی که در بعد از جنگ جهانی درست شد، شاید خیلی ندونن، رئیس پلیس سابق برلین آبنر که خوانده میشد، اون واسه آخرای جنگ با آمریکایی همکاری میکنه، خودش تا 1956 57 دوباره بعد از جنگ رئیس پلیس بخش اطلاعات پلیس امنیتی آلمان میمونه، یعنی بعد از جنگ با اینکه نازی بوده میمونه و همه اینا. این همکاری اینجا پیش میاد، اینو شروع میکنن شکنجه کردن. دو نوع شکنجه میکردن، شکنجه نوران با نور، یعنی روی صندلی شما رو میذاشتن میبستن با صوت و نور، دائم در یه اتاق تاریک نورهای رنگارنگ پخش میکنن. بعد از اینکه 20 دقیقه 30 دقیقه این کارو بکنم یا شخص بیهوش میشه یا دیوانه میشه، ولی اینو خیلی روی این کار کردن، صوت و نور رو کار کردن و بعد آمپولای که شما دیگه نمیتونید دروغ نگین، به اصطلاح راستگویی، حقیقتگویی. دو نوع آمپول است که استفاده میکنن، هر دو ممنوع از نظر قانونی، ولی خب در بعضی کشورها استفاده میکنن. یکی اسکوپالامینوس که نمک بدن زیاد میکنه، یکی فنتاتوله، سدیم فنتاتول. هر چقدر نمک در بدن آدم زیاد بشه، میزان نگهداشتن اسرار شما هم کم میشه، یعنی بدن مقاومتش کم میشه. زیاد هم بزنه خب آدمو میکشه. این هر دو رو به این تزریق کردن، ولی از نظر قانونی با کنفرانس ژنو هم نمیخونه اینا. بوتا سدیم فنتاتول و اسکوپولامینو اینا زدن. این یه چیزایی گفت بوتاها، اونی که باید میگفت نگفت، یعنی اینا نتونستن بفهمن چیه. یک امتیاز دیگه ای که الان اسرائیلی‌ها داشتن و مصری‌ها نمی‌دونستن این بود که این چون با تمام این خلبان‌ها آشنا شده بود، اسامی همه خلبان حافظه تصویری داشت، تمام اسامی اینا رو می‌دونست. یعنی می‌دونست که مثلا فرض کن اسکادران شماره 1 خلبان‌هاش چه کسانی هستن، اسکادران شماره 2 چه کسانی هستن. مصری‌ها هم یه سیستمی داشتن برای اینکه عربا ببخشید اسرائیلی‌ها زبان عربی رو خوب می‌دونستن، حرفایی که پرواز می‌کردن، برای اینکه اینا رو گمراه کنن فقط به نام خلبان صحبت می‌کردن. مثلا میگفتن خلبان مثلا همین تو این کارو کن، خلبان عباس، که اینا ندونم چیه. اما این چون تمام این اسامی رو میدونست، تمام این اسامی رو داده بود به اسرائیل. وقتی جنگ شروع شد تقریبا ظرف 2-3 روز اول نیروی هوایی مصر و نیروی هوایی سوریه داغون شد. نیروی هوایی سوریه که روی زمین از بین رفت و اینا کاری که میکردن مثلا یه فرودگاه کاذب درست کرده بودن اسرائیل توی سینا، مثلا میگفتن همین خلبان پرواز این بیا اینجا در فلانجا تو بشین. خب این فرودگاه کاذب درست کرده بودن، هفت اینا یکیت میومدن مینشستن دو دام میافتادن. شکستی که وولفگانگ لوتز به مصر وارد آورد در اون جنگ 6 روزه اصلا قیمت نداره. یعنی این یک نفر آنچنان نقش مهمی داشت که تمام ارتش اسرائیل هم اگر می جنگید به اونجا نمی‌رسید. اینو زندانی میکنن. هنوزم تا موقع نمی‌رسن این طرفدار اسرائیله، هنوز فکر میکردن این افسر آلمانیه. بعد از جنگ اسرائیل میگه که من 500 از سربازای مصری که در اسارت دارن به شما میدم به شرط که وولفگانگ لوتز رو ما پس بدین. این موقع است که مصر میفهمه این جاسوس اونا بوده و میگه خب 500 تا سرباز و درجدار و افسر بوده، با اکراه و با ناراحتی این مبادله انجام میگیره و این برمیگرده به عنوان قهرمان ملی. یه مدتی تو اسرائیل میمونه. خب بالاخره این نقشی داشته در شکست واقعی نظامی سوریه و به اصطلاح موقع اتحادیه عرب بود و مصر. وقتی برمیگرده یه کار تجارت شروع میکنه، بعد میاد امریکا، یه مدت اینجا تو کالیفرنیا میمونه، بعدش هم میره آلمان. در 1993 هم میمیره. همین عکسی که الان روی پرده هستش این دیگه سالهای آخر زندگیش. در 1993 تاجر بسیار موفقی بوده و در آخر عمر و در اونجا میمیره. واو. این آقای وولفگانگ لوتز اسم به اصطلاح واقعیش هم زو گب بوده، گب زو بوده. واو. این کمتر درباره این الیاهو کوهن، شخصیت بعدی بعد الیاهو کوهن. بله، شخصیت بعدی در تاریخ تولد وولفگانگ لوتز 1921 بوده. الیاهو کوهن یا الیاهو کوهن تاریخ تولدش 1928. این اصلا در خود مصر به دنیا میاد، یعنی در همون مصر به دنیا میاد، از کلمیای مصر بوده. در جوانی شروع میکنه با یک تشکیلاتی که چند وقت پیش در همین برنامه صحبت کردیم، آژانس یهود، فعالیت اینا داشته در مصر. برای با کسانی کار میکنه که اینا کلمیایی که در مصر بودن اینا رو کمک میکردن و بعد برن فلسطین با دادن پاسپورت و شناسنامه کاذب و غیره، امکانات مالی و امکانات مالی. دولت مصر بعدش نمی اومد که اینا برن، اینه که تقریبا مراقب بود، منتها زیر چشم به اینا نگاه میکرد. موساد در اون موقع، ببخشید اون موقع شینبت، یعنی سازمان اطلاعات ارتش، اینو مورد توجه می‌بینه، این شخص مورد توجه شده. میگه شما از کشور خارج شو بیا به اسرائیل، متوجه راه دیگه. بعد آقای الیاهو کوهن یک سال دوران 12 ماه دوره فشرده می‌بینه، برمیگرده فعالیتشو شروع میکنه. از کجا میره به اسرائیل؟ میره کشورهای همسایه، میگرده به عنوان توریست و غیره در اون منطقه، اردن، و از اردن میره، از اردن هم برمیگرده به عنوان توریست برمیگرده به مصر. در مصر این بار دوباره فعالیتشو زیاد میکنه، منتها یه سال که میمونه اسرائیل مصری‌ها میگن دیگه این فایده نداره، میندازنش بیرون، تبعیتشو پاره میکنن، میندازن بیرون. این برمیگرده میره اسرائیل. در اسرائیل بعد از اینکه 2 سال در اسرائیل بوده مورد نظر شینبت بوده، منتها شینبت پیام میده به موساد، میگه این به درد شما میخوره، ما دیگه مسئله با این نداریم، ولی این توانایی ها رو داره، چون مرد بسیار جسوری بود یا جوان جسوری بود. موساد هم اینو حسابی ترتیبش میده، تحریمش میده 2 سال و یک شخصیت کاذب براش درست میکنه، اسمش هم میذارن کارمل، امین کارمل. اما چجوری میشه امین کارمل؟ این با یک پرواز میره به زیوریخ سوئیس، در اونجا که داشتن رد میشدن یک به اصطلاح کیفی رد و بدل میکنه با یک نفر، کیف خودشو میده به اون کیف، اون یکی رو که برمیداره در اونجا میشه امین کارمل. بله. اون یکی کیفه میشه. بله. اون دیگه از اونجا اون شخص میره به اصطلاح آرژانتین و در بونس آیرس به عنوان یک سوریه خیلی دو آتشه شروع کنه فعالیت کردن. نزدیکترین دوستش در اونجا، البته پول خرج میکنه، مهمانی میده اینا، در تمام مهمانی میگه شما چرا به اسرائیل حمله نمیکنید، اسرائیل کشور ضعیفه، تا با مستشار نظامی سفارت سوریه در اونجا آشنا میشه. یه سرهنگی بوده، سرهنگ هوایی بوده. در اسرائیل تمام سیستم‌های اطلاعاتی از زمان قدیم مال هوایی بوده، برای اینکه پدر همین بشار اسد خودش تیمسار هوایی بوده، اصلا تمام چیزا اطلاعاتی مخابرات اونها دست اونها بوده. اون سرهنگ هم خیلی به این کمک میکنه و در مهمانی‌های شرکت میکنه، نامه می‌نویسه که این چنین مرد بسیار وطن پرستی اینا، دعوتش کنید بیاد اصلا در کشور خدمت کنه. این اوایل میترسه بره سوریه، میگه چون اگر بگردن پرونده‌ای به نام امین کارمل میخوام پیدا کنن، چنین کسی نیست. موساد بهش میگه شما برین اشکال نداره، اینا به اونجا کار به اونجا نمیرسه. البته اونا چون این یک مهره خوبی بوده این حرفو میزنن و الا میگشتن پیدا میکردن. این برمیگرده میره سوریه و در سوریه در دمشق باز مهمانی میده، نظامی‌ها میان پیش این و این میگه آقا شما چرا حمله نمی‌کنید به اون کشور؟ اینا میگه آقا ما نمیتونیم، مشکلات ما اینه. میگه مشکلات شما چیه؟ میبرن مثلا منطقه گلان، میگن آقا ما مشکلاتون اینه، اگر از اینجا حمله کنیم قسمت آبیاریمون نمیدونم بسته میشه، اینجا قسمت تانک نداریم، خودمون یه جاده درست کنیم، نمیتونیم به این دلیل. تمام اینایی که نواقص کاری بوده الیاhu Cohen اینا همه رو جمع میکنه و مخابره میکنه به اسرائیل و خب اونام این اطلاعات جمع میکنن. این تنها کسی که اطمینان نمیکنه به این رئیس اطلاعات ارتش سوریه بوده که میگفت که این نمیتونه اینقدر وطن پرست باشه و این همه از این کارا بکنه. همه میگفتن بابا آخه امکان نداره این از این وطن پرستار کشی باشه. گیره میکرد، تعصب نشون میداد، خیلی مثلا جانانه میخواست خدمت کنه. به هرسان این باز در یک صابونی داشته، بیسیمش توی صابون بود و از آنتن همون که مثلا لودوش همون به عنوان آنتن استفاده میکرد خبر میداد. این یک بار برمیگرده به اسرائیل و میگه اگر من باز برم اونقدر این کوران اطلاعاتی که من به شما میدم زیاده که دیگه از دست من در رفته، اینا امکان نداره نفهمن. یعنی میفهمن که میگن ما چون شما رو تنها مثلا مهره مهم ما در اونجا هستی و باید ببرید و کشور ما به شما احتیاج داره. این با ناراحتی و با شکایت برمیگرده. این بار میره دوباره در خونه‌ای که بوده، در قصری که بوده در اونجا، در اون صابون که مثلا بیشین بود باز گزارش میداده. همسایه ها یک سفارت هند بوده فکر کنم، به دولت با شکایت میکنه که مطمئن نیستم هند بوده یا نه، یکی از این سفارت ها میگه چنین چیزی از ما هر وقت میخوایم چیز کنیم پارازیت میفتید دستگاه ما. این باز اون سرهنگی گفتم رئیس اطلاعات ارتش بوده به اصطلاح به دولت میگه اجازه بدین ما چک بکنیم اینو. کاری که میکنم من در منطقه هرچی دستگاه فرستنده است قطع میکنم برای دو سه شب، ولی به این نمیگن. دستگاه ها میان اینو پیدا میکنن، میبینن اونجاست. منتها چون از بس این شخص مهم بود الیاhu Cohen که نمیرن جلو. از روسا دعوت میکنن، میگن شما بیاین این کار بکن. گروه یک واحد تجربی رو، یک واحد شنود رو میفرسته، سازمان امنیت اطلاعات ارتش روسیه اون موقع تا جمعی شوروی میاد، اونا این به اصطلاح شنود انجام میدن و میبینن از خونه اینه. باز وقتی میبینن تو خونه این همون موقع نشسته بوده تو وان داشته گزارش میداده و میگیرن، چاره‌ای نداره. خیلی زجرش میدن، معلوم نیست چقدر زجرش میدن چون اینو ما دیگه نمیدونیم، ولی طوری بوده که با همون بیسیمی که میگیرن در ظرف 48 ساعت به خبر میدن به اسرائیل که ما مأمور شما رو گرفتیم. اون جمله هاش هم همینه که شما فکر کردین که مثلا ما از اول میدونستیم اینو و هم با همون بیسیم خبر میدن. اسرائیل میدونه که این در اون موقع در به اصطلاح سایه است، این زیاد مشخص نیست. دولت انگلستان پاپ خواهش میکنه که اینو آزاد کنن و وعده میده کمک کنن، انگلستان وعده میده کمک کنن، اسرائیل وعده میده 500 تا تراکتور بهتون میدیم، سوای کمک هایی که دیگه ای میخوای بکنید اینو نکشید، 500 تا تراکتور هم بهتون میدیم. کشورهای دیگه هم حالا مشخص نیست ولی گویا کشورهای دیگه هم که از دوستان کشور اسرائیل بودن درخواست از سوریه میکنه. حتی روسا هم یک گویا گفته بودن اینو نکشید، زندانی کنید، نکشید، ولی ما در میدان عمومی دمشق اینو اعدام میکنن بعد از اینکه خیلی زجرش داد. تقریبا یه آدم بیحالی رو اعدام میکنن در حال بیهوشی. 200 نفر از، برای اینکه تمرین شده باشه، 200 نفر از سوری‌ها که با این همکاری میکردن و مردمی هم بودن که اصلا نمیدونستن جاسوسن، منتها افسر بودن، پزشک بودن، اونا رو هم اعدام میکنن. 600 نفر دیگه هم که با اینها غیر مستقیم تو مهمانی‌ها اینا شرکت کرده بودن زندانی میکنن یا مالش رو برمی‌دارن. به این حالت میشه. اما آسیب رسونده بود این آقای الیاهو کان، آسیب رسونده بود. یکی از دلایلی که اسرائیل یا موساد حالا بیشتر میخواست این نجات پیدا کنه این نبود، این دیگه مهره مرده‌ای بود، برای اینکه دیگه وقتی شما کارش بر نمیومد. اما میخواست به جاسوسای آینده یا جاسوسایی که در منطقه دارن خبر بده ما کسی که مأمور ما باشه هیچ وقت به اصطلاح فراموش نمیکنیم و سعی میکنیم برگردیم. این مسئله خیلی مهمه، چون خیلی کشورهای مطلب رو به اصطلاح مسئله رو انجام نمیدن. به هر جهت الیاهو کوهن به این صورت از بین رفت و این دو تا جاسوس به اصطلاح دو مهره خیلی مهمی بودن که شناسایی شدن. این البته خب بیچاره در سن جوانتر اعدام شد، اون یکی لوتز در سن بالاتری موند و خدمتتون عرض کنم شانس دیگه. جناب دکتر بامبان، دو جاسوس دیگه بودن که هر دوشون از اهالی انگلستان هستند، دستی به نگارش داشتن، بسیار معروف بودن، نوشته‌هاشون هم فیلم سینمایی شد. مأمور ما در کوبا، اسم یکیشون بود آقای گراهام گرین انگلیسی و آقای سامرست موهام. سامرست موهام هم جاسوس بوده. بله. واو، بفهمیدید. خب البته در زمانهای مختلف. سامرست موهام یک شخصیت خیلی شیکی بود، یعنی مثلا در خیابان که میاد بهترین لباس‌ها رو میپوشید، در اون موقع کلاه فلس می‌ذاشت و به چیز تاپت می‌ذاشت و عصا اینا. یک اطلاعاتی هم سابق برای وزارت، اون موقع وزارت هنوز ادمیرالتی نبود، یعنی زیر سازمان امنیت، زیر نظر اطلاعات ارتش، زیر نظر دریاداری نبود، هنوز مجزا وزارت کشور این کار رو انجام میداد. اون موقع اینو میفرستن به سن پیترزبورگ سابق. وقتی میره اون موقع کرنسکی وزیر جنگ سابق مسئول کار بود و میدونستن که این جاسوسه و اونقدر ولی این شیک بود و منظف بود و میومد، همیشه خوششون میومد، با این صحبت میکردن، میپرسیدن، پرسجو میشدن، مردم میدونستن خب این چه شخصیت مهمیه. اونم اطلاعات دقیقی برای انگلیسی ها میفرستاد، به اضافه نظریه خودش هم مینوشت، یعنی این سوای جاسوسی نظریه پردازم بود. این میگفت اگر بخواین این انقلاب به نتیجه برسه، یعنی نرسه، انقلاب کمونیستی به نتیجه نرسه، باید نیرو پیاده کرد. نیرو در کجاها باید پیاده کرد؟ ما مثلا 13-14 هزار تا سرباز در قفقاز داشت که اینا می جنگیدن به همراه نیروهای سفید، روسیه سفید با کمونیستا می جنگیدن. میگفت این نیروها رو باید بیشتر کرد، ما منافعی داریم. اما مهمتر چه شکلی این اطلاعات رو میفرستاد؟ با نوشتن؟ نه خیر، کشتی‌هایی که میرفتن، یعنی نامه میداد. نامه میداد. اونجا تشکیلات امنیتی به این صورت نبود. یک نظریه بعد آدمایی هم داشت که از راه فینلند کورئرایی داشت که میرفتن به سفارت انگلستان در فینلند میدادن. عبور از مرز فینلند به روسیه هنوزم یکی از جاهاست که جاسوسا میرن و میان. خیلی همش جنگله، دو تا جاده داره. البته روسا گاهی اوقات اونجا رو باز میذارن که مردم راحت‌تر برن ببینن چه خبره. این هستش مسئله مهمی که این در اون موقع به اصطلاح تونست به انگلیسی‌ها خبر بده. گفت که اگر اینجا ما بذاریم اینا نجنگن، چون کرنسکی می‌جنگید، هنوز جنگ رو ادامه میداد وقتی که این نشانه‌های عوض شدن رژیم در روسیه پیدا شد، روسیه تزاری پیدا شد، اون که جانشین اومد حکومت کرنسکی جنگ رو ادامه داد. بعضی‌ها گفتن ادامه نده، بعضی‌ها گفتن ادامه بده. منتها بیگانگان می‌خواستن این جنگ ادامه پیدا کنه. می‌گفتن اگر جنگ ادامه پیدا نکنه از جبهه روسیه آلمان‌ها 1 میلیون سرباز رو خیلی راحت میتونن وردارن بیارن به جبهه اروپای غربی. و اون موقع جبهه انگلستان و جبهه فرانسه که با نمی‌جنگن خیلی ضعیف می‌شد. این بود که خواستن این مسئله ادامه پیدا کنه. کسان دیگری هم که کمک میکردن به این مسئله مثل همین آرموند همر، تاجر بزرگ انگلیسی، یا فورد که کمپانی فورد اینجا داشت، اینا با دوستان لنین بودن. آلمان ها، یعنی سازمان امنیت آلمان، لنین تونست بیاره که یه کاری کنه که جنگ ختم بشه تا این سربازا بتونن حرکت کنن. اما این کار گراهام سامرست موام این اهمیت رو داشت که هنوزم تشخیص درست امنیتی داده بود که چه باید کرد. بعد از مدتی که اونجا موند خیلی هم خوش گذشت بهشان، معروفه که خوش گذشت. تا سل داشت، بیماری سل داشت، نتونست زیاد بمونه، برگشت انگلستان، تشویق شد، مدال مثلا جاسوسی که انجام داده بود بهش دادن، نخست وزیر اومد داد تشکر کرد. منتها بعد برای راحتی، چون بیماری سل موقع مداوا نداشت، رفت سوئیس و در سوئیس هم اونجا فوت کرد. کتابش هم لبه تیغ خیلی معروف بود که در ایروفلین بازی میکرد، فکر کنم فیلمشو. بله، بعد البته چند تا از این فیلم‌های دیگه هم درست کردن که بعد از اون بازی کردن. در سال 62 وقتی فوت کرد، بعد از مرگش کتاب این لبه تیغ خیلی معروفتر شد تا اون موقع. منتها هیچ که انتظار نداشت که سامرست موهام، نویسنده انگلیسیه که اصلا بهش نمیخورد جاسوس بشه، به اینجا برسه. نویسنده دومی که در همین رابطه، در همین راستا میخوام صحبتش رو بکنم، گراهام گرینه. گراهام گرین یه آدمی بود که اصلا کمونیست بود، یعنی در جوانی وارد حزب کمونیست و حزب کارگری، بعد حزب کمونیست انگلستان شده بود. موقع انگلستان آزاد، حزب کمونیست تعداد زیادی ندارن اعضا ولی آزاده. بعدش هم رفت ارتش اینو به اینکه برای اینکه این سلامتی کامل نداشت که شما رو نمیتونیم ورداریم، ولی می‌خواست به کشورش خدمت کنه، حالا کمونیست یا غیر کمونیست. جنگ داشت آغاز می‌شد. خواهری داشت که در سازمان امنیت انگلستان کار می‌کرد، MI6 کار می‌کرد. این وارد MI6 میشه خیلی راحت، یعنی دیگه سابقه‌شو چک نمی‌کنن، فقط میگن که خواهرت در MI6 شما مثل امروز است که مثلا باید 3000 تا صفحه بنویسن و پرسش و سوال و نمیدونم با دستگاه‌های دروغ سنج و غیره اینا. بعد اولین ماموریتش هم که میدن میره سیارلئون در افریقا، شهر فریتاون. اونجا یه بندری بوده است در همون فریتاون که هم آلمانا هم انگلیسی استفاده میکردن و از این بندر کشتی‌های باریک رد می‌شدن. آلمان‌ها سعی می‌کردن مسیر و محموله کشتی‌های خودشون اشتباهی اعلام کنن، انگلیسی هم همین کارو می‌کردن، برای اینکه کشتی‌هایی که انجام خارج می‌شدن زیردریایی انگلیسی یا زیردریایی آلمانی منتظر بودن که اینا که خارج میشن اینا رو شکار کنن. اگه محموله چیز بیخودی بود، چوب و مثلا چوب و کاغذ و ماها اینجور چیزا کاری نداشتن، ولی اگر مواد خوراکی بود یا مواد دیگه‌ای بود که از نظر نظامی رسیدنش به جبهه جنگ ممکن بود تاثیر داشته باشه، از بین می‌بردن. اینه که این سیستم دروغ خبر دادن و در اطلاعات سازمان‌های انگلیس و آلمان این کار انجام میدادن. گراهام گرین هم تو این کار خیلی مهارت داشت و واقعا میتونست بفهمه که با زبان خوشی که داشت و با راه روشی که بلد بود با مردم محلی صحبت کنه، تمام جاسوس‌های محلی که آلمان‌ها استخدام کرده بودن این اونا رو دوباره استخدام میکرد و بهشون قول پاسپورت انگلستان رفتن و نمیدونم سیتیزن شدن، شهروند شدن انگلیسی و خون دادن خون، چون دروغ آزاد بود این هر چی می‌خواست میگفت. برگردین انگلستان به تو خونه میدیم، پول میدیم. این بیچاره‌های محلی هم حقایق بهش میگفتن. این کارا رو انجام میداد. بعد از اون که اومد بیرون یک مدتی هم فرستادنش کوبا. این در کوبا خیلی روزای خوشی داشت و خاطراتش رو که نوشته بود. اینم یادم نره، فقط خواهرش نبود که چون در سازمان امنیت انگلستان بود اینو قبول کردن. فیلبی معروف که یه روز برنامه مجزایی براش خواهیم داشت، با این آشنا بود، دوست بود، یعنی با هم شروع کرده بودن، متوقع پیشرفت کرد اومد بالا. با هم تو یه بار آبجو می‌خوردن. با هم به اصطلاح در یک جایی با هم دیگه، بله، در یه جا نشست و برخاست می‌کردن. اونم تایید کرد که این به اصطلاح مرد خوبی است و بیشتر بعداً هم رفت. البته وقتی که آخرین کسی هم بود که کیم فیلبی رو در مسکو دید. حالا بعد اینکه میره کوبا، در کوبا به خود حقوق می‌گرفت و زندگی می‌کنه و خورد و خوراک و اصلا چیزی هم نبود خبر بده. بعد میگن بالاخره در سازمان امنیت انگلستان میگه بابا این در اونجا چیکار میکنه، دو سه سالی در کوباست ما نه ازش خبری میاد. بعد این شروع کرد نامه‌های فرستادن که معنی نمیداد، مثلا میگه 3/5 به اضافه 45 اف مثلا میفرستاد. کد چکنا اینو میخوندن نمیفهمیدن چی میگه تا پاسخ میدادن نامه چیه، تا میان یه 6 ماه میگذشت و اون میگه خب منظورم این بوده، وقت تلف میکرد. بعد این در همونجا اون کتاب مأمور ما در هاوانا رو نوشت که در واقع زندگی خودش بود، به یه شکل دیگه ای نوشت. داستان از این قراره که در کتاب مأمور ما در هاوانا یا در مأمور ما در کوبا به این صورتی که فیلمش هم الگینس بازی میکرد که یک مردی با یه دخترش میره در هاوانا و بهش میگن آقا تو یه کاری کن، به ما یه خبری بده. این کاری نداشت، میگرده تو خیابون یه مغازه جارو فروشیه، جارو برقی فروشیه که میخوان بفروشن مغازه رو، با دخترش اونجا رو میخره یا کرایه میکنه. طبقه بالاش دو سه تا اتاق داشت، خودش هم اونجا زندگی میکنه. از انگلستان بهش خبر میدن برای ترفیع درجه که تو رو مأمور کل مثلا قسمت امریکای لاتین بکنی، باید به ما یک خیلی چیز مهمی رو بدی. این میاد ماشین جارو برقی رو باز میکنه، موتور اینو به صورت بزرگ نقاشی میکنه به عنوان یک وسیله جنگی و میفرسته به انگلستان. خب قسمت فنی هم میان اینو ور میدارن، نمیدونن چیه، اینو شروع میکنن درست کردن. یه دفعه من یه جارو برقی درست کردم بودم 5 متر در 3 متر. خبر میدن که خب این چیه، چه وسیله جنگی، میگن بعد میفهمن جارو برقی و دیگه ماموریتش هم تموم میشه برمیگرده. این داستان گرهم گرین بود به صورت این. ببینم تو صحبتتون یه چیزی رو اشاره کردی، گفتی اون موقع مثل امروز نبودش که امروز هم یه نفر بخواد بره جاسوس بشه جاسوس نشه، مأمور دولت. من نمیخوام بگم، من گفتم جاسوس نشه، مأمور دولت بشه. مأمور دولت بشه اینو چه شکلی انتخابش میکنن؟ خب مأمور دولت که خب من بخواد سرباز بشه، نه. برای قسمت جاسوسی که کار میکنن اسمش مأمور دولته. آها. خب من نمیدونستم. کسی بخواد مأمور دولت بشه چه بلایی سرش میرن؟ چه چیزا ازش میخوان؟ چی کار باید بکنه؟ سابقه شو میپرسن، تواناییشو در نظر میگیرن، سوادشو میپرسن، تجربهشو، کلاساشو، چه خونده چه نخونده. دور بیاد به من خدمتتون عرض بکنم، باور بفرمایید این چیزایی که آقای بامبان توضیح میدادن من نمیدونستم و اصلا فکر نمی‌کنم مسئله جاسوسی به اینجاها خواهد کشید. و الان که قول دادن که یه جلسه هم در مورد فیلبی صحبت می‌کنیم، من فکر کنم هفته آینده جلسه آیندهمون رو بزنیم واسه فیلبی. با کمال میل. برای اینکه خیلی و بعد خیلی از این داستانا دارن جاسوسای تمام دنیا و ازشون خواهش خواهم کرد که یه خورده دیتیل‌تر هم برن، یه خورده بیشتر در عمق قضیه ببینیم که چه ماجرا است. اگر کسایی رو شما دلتون میخواد بدونید که کی بودن برای ما بنویسید یا سوالات دیگری. شما برای سوال جاسوسی رو ولشون کنید. اگر شما میخواین وارد نیروی هوایی انگلستان بشین، باید 4 نسلتون در انگلستان به دنیا آمده باشه. یعنی اصلا باید حداقل 4 نسلتون در انگلستان بوده باشه نیروی هوایی. حالا جاسوسی شما باید سابقه داشته باشین، یه خانواده باشین که پرو انگلوفیل بوده باشین، یه خانواده بوده باشین که در خانواده حداقل یه نفر اونجا خدمت کرده، 2 نفر که شما رو میشناسن و در اطلاعات هستن یا ضد اطلاعات هستن باید شما رو معرفی کنن. پر کردن کاغذ خیلی راحته، مثلا شما اینجا بخواید به این اف بی آر همین الان فرم تو تلویزیون شما میتونید پر کنین، تا نوبت شما برسه که برید شما اونجا ازتون پرسجو کنن 2 سال طول داره تا نوبتتون برسه. بعد از اینکه 2 سال میره چند سال باید صبر بکنیم تا اونا تحقیق کنن که شما به در میخورید. بعد اندازه های مختلف کلیننس هست که تا چه حدی شما باید بدونیم به کجا میرسین چه نمیرسین. ببینید در تمام انگلستان اداره جاسوسی انگلستان MI6 2400 نفر مأمور بیشتر نداره. این 2400 نفر مسئول 200 کشور هستن. اوکی؟ تفاوت میکنه مثلا با هند که سازمان امنیتشون مثلا 400 تا 300 هزار نفر مأمور داره. هر کی میره درخواست میکنه یه کارتی بهش میدن. یا روسا 300 هزار نفر مأمور دارن. خب توانایی یه تشکیلات 2-3 هزار نفره در برابر یک کشوری که 300-400 هزار نفره داره و نوع کاری که انجام میده، ببینید توانایی اینا چقدر باید بالاتر از اونا باشه. آیا توانایی از نظر تعداد آدما بیشتر میشه یا از نظر آگاهی و دانش؟ آگاهیشون سازمان امنیت انگلستان علامتش مغزه، نه خنجر. مال روسی خنجره و سپر. واسه فکر خنجر و دشنه و سپر ببینید کجاست فکرش و مغز کجاست. بله عجیبه. با اجازتون بریم به مسئله انرژی فسیلی جهان و نفت بپردازیم. بله خدمتتون عرض کنم این مسئله خیلی مهمه از این نظر که کمتر بهش توجه میکنن، چون ما هر روز که میریم پمپ بنزین ماشین رو پر میکنیم میگیم خب بنزین هست فراوانه و مشکل نفتی نداریم، مشکل فسیلی نداریم. چنین نیست. کره زمین ما، این کره‌ای که ما میشناسیم، تقریبا 5 بیلیون سال پیش بر اثر تراکش و انفجارات و تحولات مختلف به وجود اومده. پاره های این ور اونور رفتن. یکی از این پاره ها که قوه مغناطیسی و ذوب داشت و گداخته بود که این کره ما باشه، دور خودش این پاره ها رو جمع کرد و به مرور شروع کرد تکامل و تحول تا به صورت امروزی در اومد. در این مدتی که هیچ نه گیاه و نبات انسان روی این کره زمین نبود، این کره زمین وقتی اون شکلش رو به وجود، یعنی حیات پیدا میکرد، در این حیات پیدا کردن انبار میکرد برای زندگی خودش، یعنی کره زمین. در این انبار کردن ها ما مواد کانی میبینیم، نفت رو میبینیم که فسیل از درختان، از نباتات و اینا بعدا به مرور تا به انسان میرسه. ولی اشاره کردی قبل از اینی که گاز بود قبلش، وقتی که گداخته هست بعد این قوه به اصطلاح پاره‌ای که به صورت گداخته بود، در اون زمان که فسیل هایی نبود، یعنی بعد از اینکه نه خیر، نه به مرور به مرور مثلا 5 بیلیون سال، 5000 میلیون سال دارم میگم، 5 بیلیون سال، چون بخوام زود به مطلب برسم گفتم 5 بیلیون سال. نه حیوان به صورت حیوانی که ما میشناسیم 700 میلیون سال پیش اومدن، حیوانایی بودن به این اندازه زیر تو آب راه میرفتن، در ظرف روش جمع 5 متر نمیتونست راه برن. بشر وقتی اومد، اون منظورم این بود که این کره زمین انبار میکرد این مسائل برای خودش. اینو چون هیچ چیزی از خارج به کره زمین نمیاد، این انباری که داریم تمام بشه، بار این به اصطلاح آزادیتون از انبار کردن اینه که اینا چیزایی است که وجود داره و دس زیت و اینا رو انبار میکنه. اینا اندوخته های خودش هستن، سپرده بانکیشن، اینا اکسیژنشه، همه چیز همین محدوده است که داریم. تنها چیزی که از خارج به ما میاد نور آفتاب و انرژی آفتابی که بعد درباره صحبت میکنه. اما موجودات 700 میلیون سال پیش شروع کردن بر این دنیا پدید اومدن. انسان هم نزدیک به 12.5-13 میلیون سال پیش به وجود اومد که هر دوره ای از این به اصطلاح بقای انسان بین 1 تا 3 میلیون سال طول میکشه که از بین میره. دوره آخر قبل از ما که ما نتیجه اون هستیم، کریمنیون و نیاندرتال، ما 100,000 ساله هستیم. برای همینه که مثلا نیاندرتال گوشتخوار بوده، کریمنیون گیاهخوار بوده، ما الان هم گوشت و گیاه میخوریم. خیلی هم جالبه چون یک دوره فقط داریم که 2 نوع انسان روی کره زمین بودن در آن واحد، که همین نیاندرتال و به اصطلاح اینا باشن. 1 میلیون سال پیش هم شروع کردیم صحبت کردن و تا اون موقع که شهرنشین نشده بودیم، یک جا نشین نشده بودیم، از این اندوخته کره زمین استفاده نمی کردیم. چون در مهاجرت بودیم، یک جا نشین نبودیم، هر آنچه که بود روی زمین بود، ما اصلا دست نمی زدیم. وقتی یک جا نشین شدیم، شروع کردیم از خاک زمین استفاده کردن، کشاورزی کردن. نوع زندگی عوض شد، نیازهای عوض شد، شکل طبیعی انسان ها عوض شد، موجوداتی روی کره زمین هستن زندگیشون عوض شد. حیوانات بردباری داریم که به خاطر ما زندن، و نباشیم اونا از بین میرن. مرغ و خور، روس و گاو و گوسفند، اینا به خاطر ما هستن، ولی خیلی سال پیش باید از بین میرفتن. یه حیواناتی هم طول عمرشون میکنن میرن، کره زمین هم طول عمرشون خواهد کرد و خواهد رفت. اما نفتی که ما میشناسیم که امروز به صورت نفت و مصرف نفت امروزی، از در 1850 در یوتا شروع کردن استخراج کردن این نفتو. اما شناخت نفت در کره، در به اصطلاح میان مردمان، چیز تازه‌ای نیست. اینو به عنوان اسلحه استفاده می‌کردن، برای خانه‌سازی استفاده می‌کردن در گذشته، به نام گریک فایر ازش استفاده می‌کردن در جنگ‌ها، به نام گداخته می‌انداختن روی برجا که آتش بزنه اینا. ولی این نفت که پیدا کردن و شروع کردن استفاده کردن در یوتا، فهمیدن این محدوده در کره زمین. اما تا چه مدتی خواهد بود هنوز نمیدونستن، چون محاسبات هنوز به صورت امروز نبود. نمیتونستن بفهمن تا چه مدت پیش خواهد. گاز هم میشناختن، چون مثلا در دوران زردشتیانی که ما میبینیم این معابدی که درست میکردن، هر جا گاز طبیعی بوده دورش معبد درست میکردن که آتش مقدس بوده. پس گاز اتفاقا وقتی ایران اومدن از این طریق سراغ نفت رفتن، پیدا کردن. اما از همون ابتدا فهمیدن این انرژی فسیلی یک زمان میخواد، بعد از اون پایان اون زمان تمام خواهد شد. و نمیدونستن برآورده، مثلا که در 1929 اینا یک برآوردی کردن در پاریس که چه مدتی طول خواهد کشید این انرژی. دانسته اون زمانشون با دانسته امروز خیلی فرق داشت. اینه که فکر میکردن مثلا هزارها سال هست، که چنین نیست. ما اگر نفتی که امروز به صورتی که امروز هست استفاده کنیم، 100 تا 120 سال دیگه تموم میشه. چرا؟ اونی که ما استفاده میکنیم. برای اینکه ما انبارهای نفتی جهان تقریبا مشخصه، حالا کم و بیشی که بعضی کشورها همه رو اعلام نمیکنن، یکم کم و زیاد اعلام میکنن، منتها از سفینه از ماهواره‌ها و غیره که عکس برداری میکنن بین 1500 تا 2000 تریلیون بشکه نفت است در دنیا. هر دوش درسته و هر دوش اشتباهه. حالا چجوریه؟ چون ما یک نفت ارزان داریم، یک نفت گران داریم. نفت ارزان اونه که ما میاییم میبینیم یک جای چای نفتی هست 500,000 بشکه مثلا اونجا نفت است. باید وسایل استخراج نفت رو که بزنیم که نفت میون این شنها قرار گرفته با آب پمپ کنیم از اون نفت بیرون بیاد، این نفت ارزانه. همین نفت ممکنه جای دیگه هم باشه که مثلا 50,000 بشکه باشه که به اونها دست نمیزنیم، چون باید $100 میلیون خرج کنیم برای 50,000 بشکه، به درد نمیخوره. من اینکه ناچار باشیم در یک روز این کارو انجام بدیم. اینه که نفت ارزان و گران از این نظر میگم. یک نوع نفتی هم هست که بین لایه‌های سنگی است که اونم دست نمیزنیم چون هنوز تکنولوژی داریم ولی هنوز استفاده نمی‌کنیم. یعنی چون در بین لایه‌های سنگی به اصطلاح قلوهای سنگی شنینی است، لایه‌های به اصطلاح به این صورت افقیه، اونو آب میفرستن اون تو، اون بعد با گاز اینو میشکنن، بعد دوباره همون عمل انجام میدن. خیلی گرون تمام خواهد شد و استخراجش هم برای مصرف کننده گرونه، ولی یه روزی اون کارم انجام خواهند داد. طبیعتا قرار گرفتن چاهای نفت در جاهای نامناسب هم هست، مثلا وسط دریاست، جای خیلی سرد، قطبین، تفاوت میکنه در جایی که مثلا بیابان و خاورمیانه باشه. این یک بخشی از اینه. اما یک امتیازاتی هم ما داریم. مثلا ما میدونیم جمعیت کره زمین تا 100 سال دیگه 1 بیلیون نفر کم میشه. یعنی مصرف وقتی 1 بیلیون نفر کم بشه، مصرف انرژی هم کم میشه از همین نفت. چرا 1 بیلیون نفر کم میشه؟ برای اینکه ما با بهداشت جدید آشنا میشیم. در کشورهای افریقایی جهان سوم الان مثلا 4 تا بچه، 5 تا بچه، 6 تا بچه، همینجور بچه میارن. ولی وقتی به مرور در 100 سال آینده بفهمن این بچه‌های زیاد زندگی رو مشکل خواهند کرد از نظر اقتصادی، تشویق میشن که کمتر بچه بیارن. بهره برداری از موتورهای جدید نفتی، بهره برداری از سیستم‌های جدید نفتی باز مصرف نفت رو کم میکنه. ما جایگزین این انرژی هم داریم، اما جایگزین این انرژی هنوز به اون صورت که ما انتظارش رو داریم نشده. جایگزین آب اول در نظر بگیریم. توربین های آبی که شهرهایی که در ساحلی هستن توربین های آب بزرگی میذارن، با یک انرژی کمی این توربین ها شروع میکنن حرکت کردن، موجی که میاد هر دفعه به ساحل میخوره اینا رو به حرکت در میاره، تولید الکتریسیته میکنه، این الکتریسیته برای اون شهرها استفاده میشه. این برای بعضی شهرهای ساحلی و بعضی جزایر مورد استفاده قرار میگیره. کوبا، اسکاتلند مثلا چند جا داره، اما هنوز به اون مرحله کامل نرسیده. جانش یکی دیگر اینه که مثلا بعد از این باد در نظر میگیریم. توربینایی که ما میبینیم مثل پنکه‌های آسیاب بادی بر همون شیوه و با همون فکر آسیاب بادی رو اومدن الان درست کردن و اونها در جاهایی که باد حرکت میکنه اینا رو اونو نمیشه باز روش به اون صورت حساب کرد، چون میزان انرژی فسیلی که برای به حرکت در آوردن این آسیاب‌های بادی به کار میره در کل بیشتر از انرژی که تولید میشه. اما الان راه چاره‌ای پیدا میکنن که اینو بسیار بهتر بکنن، تکامل و تحول و غیره. قسمت سومی که روش خیلی حساب میکردن و این بود که گیاهانی که روغنی هستن مثل ذرت اینا، از اینا بتونن روغن اینا رو استفاده کنن برای بنزین. این میشه، اما خاک کره زمین، خاک مصرفی که داریم برای کشاورزی 13 اینچ بیشتر باقی نمونده. هر اینچ از کره خاک زمین بین 65 تا 70 سال طول عمر داره، بعد زنگ زده میشه. این خاکی که ما الان داریم 13 اینچ اگر تموم بشه، که اینو که گفتم مثلا 7 تا 10 تا 13 تا مثلا 60 سال اگه حساب بکنیم، بعدش این خاک کشاورزی نداریم. خاک کشاورزی نداریم. خاک‌های مصنوعی میتونیم درست کنیم، منتها اونی که تولید میشه از نظر محتوا اونی نیست که باشه. مثل الان غذاهای سنتتیکی که درست میکنن، مثلا از نفت 300 نوع غذا درست میکنن، پتروشیمی این کارو میکنه، از نون درست میکنه، گوشت درست میکنه، اینا درست میکنن. اما این داره تموم میشه و اگر ما بیایم این زمینهای کشاورزی رو داریم تبدیل به کاشتن ذرت بکنیم، دیگه نمیتونیم روش گندم و غلات و چیزای دیگه بکاریم. اینه که این هم پاسخ نیست. با همه اینها کل انرژی به اصطلاح جایگزینی که ما الان استفاده میکنیم و از اطلاعاتی که امروز داریم، من جمله سولاری که ما فکر میکنیم خیلی مهمی که الان خدمتتون میگم، این تمام این کمتر از 23%. بین 13 تا 23 درصده. اما میزان مصرف انرژی فسیلی برای به حرکت درآوردن این بین 24 درصده. یعنی باز ما یه مقدار از انرژی فسیلی ما از دست میدیم. اون چیزی که خیلی دربارش صحبت میشه و خیلی الان روش کار میکنن یک چیزی است به نام اورانیوم 234. اورانیوم 234 فراوان ما داریم تو دریاها و اگر نمیدونم چه مقداره ولی اونقدر داریم که اگر اورانیومش بتونیم از آب دریاها در بیاریم ما تا 60,000 سال انرژی اورانیومی خواهیم داشت. به این صورت اگر بشکنیم، چون روی آب سبک، اگر روی آب سنگین بخوایم داشته باشیم 30,000 ساله، ولی همون گلوبولای آب سنگین ما دو قسمت کنیم که میشه قسمت کرد، آب سبک بزنیم 60,000 سال اورانیوم داریم. اما از نظر تکنولوژی هنوز به اونجا نرسیدیم که عمومیش بکنیم. به صورت آزمایشی انجام دارن میدن. این هم یه چیزی که مثلا شاید اگر دنیای باشه و اگر همه عاقبت به خیر بشیم در این دنیا نهایتا میشه از اون استفاده کرد. آنچه که میمونه نیروی آفتابه، به اصطلاح انرژی آفتابه. هر ثانیه 4.5 میلیون تن انرژی هیدروژن با هلیوم منفجر میشه در هر ثانیه. اینا برخورد میکنن، انفجارهای اتمی درست میکنن که این آفتاب حرکت میکنه به این صورت و 8 دقیقه و 13 ثانیه طول میکشه این گرماش و حرارتش به ما برسه با مقدار بسیار زیاد گاز کربن. این گاز کربنی که میاد به ما نعمت بزرگیه، برای اینکه اگر نیاد ما میپزیم. این که میاد گاز کربن در زیر آب میمونه. اینایی که میگن نمیدونم کره زمین سرد میشه، گرم میشه، این داستانا زیاد توجه نباید کرد. اینا جنبه‌های تبلیغاتی و چیزه. چون اگه این شما اگه یادتون باشه در ایران یخچالای قدیم با گاز کربونیک سرد می‌شدن. بله. یا زغال یخچالی فتیله داشتن روشن می‌کردن. گاز کربونیک سرد کننده است. اینه که اون روی اون به اصطلاح گوداخته وسط زمین که هست که این گاز کربونیک وارد آب ها میشه در اون زیر میمونه، فشار بنا نگه میداره. این نعمت بزرگی است برای ما. تمام این نوری هم که میاد مثل آینه میخوره به کره زمین، این مقدار زیادش برمیگرده. اگه برنگرده ما تبدیل به مایکروویو میشیم در اینجا. اینم باید در نظر داشته باشیم که این اورانیوم 234 که میگم چیزی نیست که هنوز ما در 20 سال 30 سال آینده بتونیم ازش استفاده کنیم. این چیزیه که در آینده هست. اما چیزی که ما الان استفاده میکنیم به عنوان سولار و تشویق میشه استفاده کنیم، این 1% هم نیست. چون اگر کره زمین 1% حرارتش بالا پایین بشه اصلا همه چی میسوزه، تمام زمینای کشاورزی از بین میره. حرارت کره زمین به اون صورت نیست که البته مثلا یه جای خیلی گرم میشه مثلا کویر لوت مثلا بالا 71 درجه هم رسیده یه بار، ولی اگر کره زمین به اونجا برسه موجوداتی هم روی کره زمین باشن به خاطر همون گرماش از بین میرن. شاید کره زمین خودش اون موقع از بین نره ولی موجوداتش از بین میرن. عمر آفتابم به رو به پایان، یعنی چند بیلیون سال بیشتر از اون نمونده. ما هم 2 بیلیون سال بیشتر در این کره زمین نیستیم. این در شرایط همین من الان درست داشتم فکر می‌کردم که شما اول برنامه گفتید که اول که صحبت کردین گفتید که موجودات زنده مثل انسان چندین دوره بودن و منهدم شدن. بله. درسته. خب 13 میلیون سال. بله. این انسانی که الان هستش چقدر این انسان اگر خیلی مناسب باشه هیچ اتفاق غیر ممکنه، جنگ اتمی، جنگ میکروبی، یک چیز خیلی کوچیکی از کرات دیگه بیاد، مثلا اینقدر سنگ باشه و یه میکروبی داشته باشه همه اون از بین ببره. یک چیز دیگه هم هست که ما را از بین میبره. ببینید بیماری هایی که الان طول عمر انسان زیاد شده، این به خاطر این نیست که انسان کیفیتش خوبه. علم پزشکی کاری کرده که ژن ما طولانی زندگی کنه با کیفیت بد. سالم نیستیم. همین کیفیت بد ما انتقال میدیم به یه نسل دیگه، اون نسل دیگه بهترین ما رو که ورداره باز کیفیت بده و باز انتقال میده به یه جای دیگه. یعنی انسان رو به ضعف داره میره. با همین حال ما 2 بیلیون سال دیگه در بهترین شرایط هستیم. در بهترین شرایط. در بدترین شرایط که اصلا معلوم چیه. خود کره به اصطلاح آفتاب که 5.5 میلیون سال از 5.5 بیلیون سال از عمرش باقی است، اگر نباشه هرچی تو این کره زمین اگر یه روزی باشه خب وقتی آفتاب نباشه مهم دیگه نیستی. پس اون هم یک مسئله دیگه است. اگر یه اتفاقی بلای سر آفتاب بیاد که ممکنه بیاد، اگر همه چی هم اینجا مناسب باشه ما از بین میریم. خود کره زمین هم زندگی داره که 1 بیلیون سال مونده، ما هم 2 بیلیون سال موندیم. یعنی اینا همه چی از این نظر مناسبه. اما اینا در تمام در حالتیه که کهکشان به این صورت شکلش رو حفظ بکنه، وگرنه اگر این کهکشان ها به همونجانه به حفره سیاه بخوان برن اینا و یه ماجرا دیگه. اصلا حفره سیاه مهمه. شما ببینید یه سنگ سماواتی اگر 2 کیلومتر در 1 کیلومتر به کره زمین بخوره که امکان داره بخوره، یکی داره میاد 1037 نزدیک ما میاد ان شاءالله نخوره، اون اگه بخوره موج آب 200 متر میره بالا و حرکت میکنه و این موج آبی که 200 متر حرکت کنه حداقل 80% موجات زمین رو پاک میکنه با خودش میبره. یعنی از این چیزا هر آن ممکن اتفاق بیفته. ما دسترسی و توانایی جلوگیری از این جور مسائل رو نداریم که اگر پیش بیاد چیکار کنیم. اما آنچه که یه طرحی است به نام طرح کلاسل که روی اون کار میکنن و نتیجه مثبت هم داده. ما الان صحبت کردیم اگه فرض کنید کره زمینه، انرژی که به کره زمین میاد ما از این به عنوان سولار استفاده میکنیم، درسته؟ اما اگر از این استفاده نکنیم بلکه از نوری استفاده بکنیم که از این کنار کره زمین رد میشه و اون رو تبدیل بکنیم به انرژی الکتریسیته، حساب کردن، حساب دقیق کردن، یعنی 30 سال دارن حساب میکنن که این به طرح کلاسل معروفه. اگر پلتفرمی باشه 80 کیلومتر در 80 کیلومتر در فضا، حالا این لازم نیست به هم چسبیده باشه ولی در کل 80 کیلومتر در 80 کیلومتر باشه، نوری که به اینا میخوره و تبدیل به الکتریسیته باشه و اینو بفرستن به جاهای روی کره زمین به صورت یک منبع و اون منبع الکتریسیته پخش کنه به بقیه جهان، مثلا یک بخشش به امریکا بیاد، به جای دیگه بیاد. این دیگه کره زمین نیازی به هیچ نوع الکتریسیته دیگه، انرژی دیگه نداره به جز برای هواپیماها که میتونه از انرژی فسیلی استفاده کنه، چون الکتریسیته نمیتونه این هواپیما رو بلند کنه، هواپیمای سنگین رو بلند کنه. همه چی دیگه با الکتریسیته کار میکنه. یخچال، تلویزیون، ماشین با اون الکتریسیته که ما صحبتش میکنیم. اونم به این صورته. اون الکتریسیته رو میشه از طریق غیر مجانی میشه، یعنی تا زمانی که ولی الکتریسیته در هوا چه شکلی؟ خب این پلتفرما که درست میکنن یه مراکزی خواهند داشت، الکتریسیته رو میفرستن به این پلتفرمایی که این پلتفرما میفرستن به این منابعی که هست. مثلا یک ژنراتوری در اینجا خواهد بود، در مثلا وودلند هیلز و از فضا این الکتریسیته که حرکت کنه به اینجا برسه. آخه این حرکت که به اثر وایر که نیست، از طریق همین سولار سیستمی که ما صحبت میکنیم میتونه برسونه و وقتی رسون به اونجا پلتفرم نیمی از این پلتفرم روی قطب درست میکنن، چیز روی خط استوا درست میکنن. یک ماده‌ای است به نام ملین دارن درست میکنن که روی این اون که در فضا است اصلا طوری درست کردن که اگر سنگ سماواتی بهش بخوره نمیشکنه. خود این ملین دوباره مثل آدم مثل کشش داره، روی نیمی از این 80 کیلومتر 40 کیلومترش روی خط استوا میتونن درست کنن اگر خرج بشه، خرجشو بکنن درست کنن. بعد اونجا چون آب دریا روی این میریزه باز یه سیستمی هست که این آب دریا رو باید دائم تمیز کرد که اون نمک اون پلتفرما نباشه، پلتفرم فلسفه‌ها نشه. این هر طوری خواهد شد که مثلا در این منطقه تمام رادیو، تلویزیون، ماشین همه چی با برق خواهد کار کرد، حتی پالایشگاه هایی که ما امروز داریم. شما ببینید در امریکا ما 200,000 پمپ بنزین داریم و پالایشگاه های به اینا اصطلاح نفت میدن. فقط با کمی تغییرات در سیستم ساختمانیش این پالایشگاه تبدیل میتونن به اون مراکز الکتریسیته. بعد ماشین میره به پمپ بنزین، به جایی که بنزین بریزه باتری مخصوصی میگیره میذاره توی ماشینش، 300 کیلومتر میره، میتونه 3 تا برداره 900 کیلومتر بره و به ایستگاه دیگه که میرسه اونا رو میذاره یکی دیگه برداره. و شما ببینین اون انرژی فسیلی که جاش خواهد بود اون میتونه بقیه مردم جهان رو از نظر خوراک، مواد خوراکی اینا مردم خودکفا کنه و اینجوری مصرف بیخودی که ما الان داریم میکنیم داره از بین میره. فرصت داریم هنوز. نه. واو. خب البته بگم در استرالیا دانشگاه نیو ساوت ولز یه شهری رو درست کرده، در اونجا 15,000 نفرن، ماشین و خونه و برق و همه اینا به صورت این الکتریسیته که به این صورت گفتم کار میکنه. عملیه، یعنی این چیز غیر عملی نیست، اما کار هر کشوری است. مثلا اروپایی‌ها بخوان این کارو بکنن چون باید این در جو برن درست کنن این توانایی ندارن. ممکنه اگر 30 سال با هم دیگه همکاری کنن آلمان و فرانسه و انگلستان این کار مشترکاً بخوان انجام بدن ولی این قدرت رو ندارن به تنهایی انجام بدن. پس در حقیقت جهان قدرت اصلی در جهان آینده کسی است که این انرژی رو بتونه بهش دسترسی پیدا کنه و مراکز تولید انبارهای چیزو بهش کنه. و این فعلا همون دعوایی که الان سر نفت هستش اون موقع سر انرژی خورشیدی بشه، اون موقع دیگه نخواهد بود، دست امریکاست. خب اگه وقت اون دعوا نشه دیگه بین ملت ها و مردم و این حرفا نخواهد دعوا بشه، این حرفا که آدما هم زیاد میشن همدیگر میخورن، نه آدما در آینده کم میشن، آدما بشر در 100 سال آینده 1 بیلیون نفر کره زمین تعدادش کم میشه، بهداشت در 100 سال آینده بله و در ایران که داره زیادتر میشه. خب حالا در یه جا زیاد میشه کم میشه فلان، اون جنبه سیاسی داره زیاد شدن چون تعداد شیعه باید زیاد بشه علیه سنیا داره زیاد میشه. ولی حالا این طرح کلاسل که میگم در سال 1970 کلاسل زنده بود خودش بله. رفت مجلس اینجا در مجلس سنا طرح داد ارائه داد، اون موقع 40 بیلیون دلار خرج دیگه با پول امروز میشه 400 بیلیون دلار، بازم چیزی نیست، ولی اون در جزء طرحایی است که در یک روز در یک زمان که لازم باشه اعلام میشه. اون فقط الان تنها کشوری که توانایی اجرای اینو داره امریکاست. شما اگر مثلا عربا الان خیلی خوشحال خواهند بود که به یکی پول بدن این طرح رو بهشون بده که پاره کنن بندازن دور، چون بعد دیگه نفتشون به درد نخواهد خورد، چون به هیچ دردی نخواهد خورد. و وضع ایران چی میشه که همه زندگیش روی نفت میچرخه؟ وضع ایران اون موقع دیگه نمیدونم چی میشه، حالا تا اون موقع خیلی تمام اینا رو گفتی، ولی من الان نگرانیم برای آب خود من وقتی دارم فکر میکنم بیشتر از نفته، بیشتر از انرژی خورشیده، تمام اینا رو حالا دیگه چیزه، ولی آب مسئلهش خیلی الان خطرناکه و داره از بین میره. البته آب تو درست میفرمایید کمبود آب داریم، منتها آبو میشه هماهنگ کرد، آبو میشه به جاهای درست رسوند، مثل خوراک. الان زمینای کشاورزی مثلا در اروپا خیلی از زمینای کشاورزی در امریکا خیلی از چیزا درست میکنن بعد میندازن دور. الان مثلا در همین خلیج نزدیک فلوریدا ماهی‌های کوچیکی باید اینقدر باشن شدن اینقدر، برای اینکه پرتقالای اضافی رو می‌خرن از کشاورزان میندازن تو آب، تاثیر گذاشته ماهی‌ها رو بزرگ کرده. یا مثلا در اروپا کوه‌های واقعا کره هست، برای اینکه از کشاورز می‌خرن این کوه‌ها رو، اصلا تبدیل به کوه میشه، مثلا باتر ماونتن معروفه و کوه کره که آب میشه میره. نه دیگه اینا تو یخچال‌های بزرگ خیابون که نمی‌زنن، تو اینا تو فریزرهای بزرگ هستن. من یادم در انگلستان در سال‌های 1967 بله اینا کوه کره یعنی خب اینا رو چی نگه می‌دارن؟ اولا میدم به مردم مجانی در انگلستان به خانه‌های سلمندان یا اونایی که ندارن، در فرانسه اینا هست همه اینجا هست، مثلا میدم به مؤسسات، این مؤسسات مثلا میونه که درآمدش کم مثلا هفته‌ای یک قالب اینقدری کره میدن یا مثلا مواد لبنیات میدن، چون کشاورز باید کار بکنه اینا رو، اگه نیازم نیست تولید بکنه دامپرور اینا رو اگه ضرر میکنه دولت میخره نگه میداره به موقعش استفاده میکنه. ولی یه جاهایی نیست، شما ببینید در مثلا نیجریه، چاد، مالی نمیدونم اون کشورها یه خانواده 4-5 نفری با یه پیت سوراخ میرن 8 ساعت میرن یا 4 ساعت میرن وای میسن، آبی که از یه لوله میچکه نوبت میگیرن اون آبو ور میدارن میارن خونه، بعد از 4 ساعت راه رفتن که بتونن مثلا یه پیت یا 2 پیت چیز نفت داشته باشن. خب خدمتتون عرض بکنم که من باز هنوز نگران آب هستم. ببینید میزان آب دنیایی که هست با این همه که آب هست، آب مصرفی 0.1% کل آبه. اگه کل آب دنیا رو که ببینید خب آب اقیانوس که به درد نمیخوره، آب اقیانوس هم آب شیرین رو رجوع بله آب شیرین دارم میگم، آب اقیانوس هم تبدیل به آب شیرین میشه کرد ولی خب ولی گرون تمام میشه و همین میگم این مشکل آب و راه داره. مشکل آب به اون صورت نیست که الان ما نگرانش به اون اندازه باشیم، جابجاییش مهمه، یعنی کمبود آب نیست، این آب چجوری باید تنظیم کرد کجا رسون چیکار کرد اون مهمه. ولی در کره زمین به این صورت که کمبود آب نیست، چون آبی در کره زمینه محدوده، این آب محدوده، این آلوده کردناش باید مراقب باشیم، برای اینکه این آب باران هی میره بالا هی میاد پایین، ابراست از این محدوده خارج، از بیرون کره زمین که آب نمیاد و این آبی هم که توی کره زمین هستش اون چه که باید مراقب بود آب مصرفی بس آب شیرین رو آلوده نکرد. مثلا کارخانه‌های شما خلیج بحر خزر رو در نظر بگیرید، بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد تمام 6 تا رودخانه این آشغال‌های راکتورهای روسیه رو میاد میریزه تو اونجا. خب اینجور چیزا رو باید جلوی اگر جلوی اینا رو گرفت، یعنی در اروپایی که ما میشناختیم، در یونان مثلا شما همون ساحل اگه شنا کنید بهترش اونجا شنا نکنید، بلکه امراض مختلف تمام هتل‌ها سویچاشون میاد. بله تمام هتل‌ها لوله کشی کردن، فاضلاب میاد توی ساحل. اینو بعداً قرار جلوتر بردن مثلا چند کیلومتر قانون، ولی اینجور چیزا اگه جلوشو بگیرن که امکان داره، این غیر ممکن نیست، چیزی بزرگی میشه درست کرد، اون هست. ولی چیزایی که نداریم جانشین نداره. ببین در اتاق فکر که شما تیتری براتون میذاریم که در اتاق فکر هستی، الان اگه بخواید فکر بکنید برای بشر امروز با این محدودیت هایی که داریم، ما هم سهمی داریم و باید یه کارایی بکنیم دیگه، درسته؟ یعنی من به عنوان یک مصرف کننده باید یه کارایی بکنم که در مقابل این مصرف هم جبران بشه، درست؟ نقش ما چی میتونه باشه؟ نقش آدمایی که روی این کره دارن زندگی میکنن، حرفای شما رو الان دارن میشنون، باید چی باشه؟ ببینید به این صورت بگیم، یه شلوار جین که از کارخونه به شما میرسه 3000 لیتر آب مصرف میکنه. اوکی؟ یه شلوار جین که به شما میرسه 3000 لیتر آب مصرف میکنه. وقتی برآورد میکنن میگن مثلا در افریقا روزی 5 لیتر برای یک افریقایی مثلا نیجریایی مصرف میکنه، در اروپا امریکا مثلا 75 لیتر مثلا با. این درست نیست. درستش اونیه که ما حساب نمی کنیم. شما در روز این چقدر آب مصرف میکنید؟ دوش، اون سیفون توالت، دستشویی که میرین، بشقاباتون رو که میشون، یه دفعه حساب میکنید 300 لیتر فقط اینجا رفت. ممکن روزی دو بار آب بخورین بله. ولی آب اونجوری مصرف میشه. همین لباسایی که به خشکشویی میره تمیز میشه، آب گل دادن، گلا رو آب دادن. خب نمیشه اینا هم نکرد. خب نمیشه، همین دارم میگم. ببینید وقتی که من خدمتتون عرض میکنم که به این صورت نیست که ما چیکار باید بکنیم، ما مراقب اینجور چیزا باید باشیم. اومدن آب مثلا بگم به گل آب ندین، این درست نیست، ولی باید یه راه پیدا کنم به اون شلوارجی 3000 لیتر آب مصرف نکنه. اونا رو رسیدگی نمی‌کنن برای اینکه اوج تجارت توش. چرا سرورجی اولا مصرف می‌کنه؟ برای اینکه بشورن دیگه. ها چون بشورن، من فکر کنم تولیدش می‌خواد بگی همون که می‌خوان تولید کنن تا به اونجا برسه، اینو دارن میشورن. این شستنی شلوارجی 3000 لیتر مصرف میشه. خیلی مصرف‌های اینجوری هستش. هر دفعه که شما سیفون می‌زنین 4 لیتر حداقل آب میره. در روز 30 تا بزنین یا میخوایم وسواک بکنیم، شیر باز میکنیم، یواش ریش میترشیم، خمیر شواز این ها رو اگه جمع جور بکنید، شما ببینید اگر هر خانواده ای روزی یک ساعت بتونه برقای خونش رو خاموش کنه، آخر سال دنیا 3 ماه برق داره اضافی. ها این حرف قشنگی بود ولی میکنن. ولی خب اگه بکنه نه بیل خودش چقدر کم میشه؟ بیل خودش هم شاید 1/3 کم بشه. نه یک ساعت که 1/3 کم نمیکنه، ولی چیزی که هست کسی نمیکنه این کارو. کسی نمیکنه این کارو. باید اونایی که مسئولن این کارو بکنن. مسئولین هم به این چیزا توجه نمیکنن. مسئولین نمیان تجارتو خراب کنن هیچ وقت. ولی میتونن بیان به من و شما بگن که مثلا گلا رو زیاد آب ندین. بله ولی چون اونجا آلوده کردن آب خودش خیلی مسئله وحشتناکیه. اون رو باید من یادم حتی در جوانی در ایران یک فیلم مستندی رو باهاش در کار بودیم و میساختیم راجع به آب و رودخونه ها و من میرفتم فیلم برداری. واقعا من دارم 40 سال پیش رو میگم، در اون زمان وحشتناک بود وقتی می دیدیم که چه چیزایی به رودخونه می ریزه. حتی در هند بودم و در سرآغاز رودخانه گنگ بودم که می رفتیم، اونجا آب اینقدر تمیز بود، اینقدر شیرین بود، اینقدر خوب بود که من از همون آب می خوردم و بعد توش حتی رفتم شنا هم کردم. اما اون آب وقتی اومد پایین، بعد میرفتیم پایین توی دهات که میرفتم، این شعبات مختلف آب که میمد، من دیدم توالت های عمومی همه کنار این آبره و تمام این آبا میرسید تا من رفتم به کلکته که رسیدم اصلا وحشت کردم که دیدم رودخانه آب لنبر نمیزنه، اینجوری تکون میخوره، یعنی اینقدر غلیظ شده بود و کثیف شده بود. این وظیفه ما خیلی مهمه که به آب چجوری نگاه کنیم. دکتر بامان، من نمیدونم چقدر ازت تشکر بکنم. واقعا چشم من خیلی باز کردی و حرفایم که زدی خیلی خوب بود، مخصوصا انرژی فسیلی جهان برای ما خوب بود و یه خورم ترسیدیم طول عمر انسان و این حرفا. اون سنگه امید دارم که نیاد، اگه بیاد بخوره تو دریا 200 متر آب بپره بالا، یعنی اصلا گود مورنینگ. البته شده سابقا. بله سابقا شده، بله بله همینطوری بودش که اون دوستان قوی هیکل ما از بین رفتن. بله مرسی قربانتون برم. پس جلسه آینده در مورد فیلبی صحبت می‌کنیم. خیلی هم خوبه. خانم ها آقایان، افتخاری بودش که در خدمت نازنین دکتر بامبام بودم. من این شانس رو دارم که گهگاه غیر از اینجا هم در خدمتشون هستم. باور بفرمایید وقتی خصوصی هم در خدمتشون هستم این همین برنامه اینجا اجرا میشه. من پر از سوالم و ایشون پر از جواب. تا برنامه های آینده به نام خداوند جان و خرد. اگر با اتومبیل به سفر می روید حتما شازده کوچولو را به همراه خود ببرید. اگر تنها هستید شازده کوچولو را همدم خود سازید. شازده کوچولو داستانی از آنتوان دو سنت اگزوپری ترجمه شده به تمام زبانهای جهان. شازده کوچولو قصه کودکان نیست، داستانی تخیلی از زندگی است که خودشناسی را دنبال کرده و عشق واقعی را تفسیر می کند. شازده کوچولو دوست واقعی شماست. filmexmedia.com 818 988 4422. این آدم بزرگا راستی چقدر عجیبه.